فلسفه هم رواج بیشتری داره. در مقابل گاه به گاه صحبت میشه، همین واسه همین چه دو سال پیش بود صحبت میشد که کرسی هایدگر مثلا در فرانکفورت تعطیل بشه. حالا بریم دلیل سیاسی. دوباره مدتی پیش من یادمه در یک شهر ژاپن گفتم که کل اساتید علوم انسانی اونجا با هم استعفا دادن. گفتم که ما دیگه نمیدونیم برای چی هستیم. نمیدونیم چی کاریم در این دنیا. خب حالا اگر از ما بپرسن توی شرایط طبیعی، توی شرایط کلاسیک، همین رو ما در کلاس اگر قرار بود مثلا تدریس بکنیم، میتونستیم امروز چند تا کتاب حرف بزنیم درباره ضرورت و اهمیت فلسفه. اما با این حال، با این حال فلسفه‌ای که امروز هست یک فلسفه متجسده و این فلسفه معنای سنتی خودش رو شدیداً از دست داده، یا بهتر بگم معانی سنتی خودش رو از دست داده. در واقع معنای فلسفه اجمالی است از تفصیل هر فلسفه بزرگ. یعنی معنای فلسفه که ملا صدرا میفهمه، معنای فلسفه که ابن سینا میفهمه، افلاطون میفهمه، ارسطو میفهمه، در واقع یا تعریفی که اونها از فلسفه دادن، فشرده شده تفصیل و اون متن کلانی است که اونها در فلسفهشون دارن بیان میکنن. و به همین خاطر اساسا باید صحبت از معانی فلسفه کرد. خب حالا ممکنه یه کسی هم بگه که این معانی فلسفی در این حال از کجا معلوم که با هم قدر متیقنی نداشته باشن، از کجا معلوم نشه چیز مشترک. بله همه اینها محتمله، اون هم دوباره یک کار فلسفی میخواد، اون هم تعریفی خواهد داشت که اضافه میشه به اون تعاریف قبلی فلسفه. یعنی در هر صورت ما محصور هستیم در معانی خیلی متکثر و فراوان، به علاوه تازه چیزی هم اتفاقی که میشه دوباره در عالم معاصر افتاده، معانی عامیانه فلسفه. یعنی ما امروز دیگه فقط معانی تخصصی فلسفه رو، مردم عادی هم خودشون رو زی حق میتونن که اونها هم تعریف داشته باشن. مثلا میگم میان به نظر من فلسفه یعنی مثلا ذهنیات هر شخص. به نظر خب دنیا و خیلی هم ما نمیتونیم باشون بجنگیم. یعنی دنیای امروز دنیایی نیست که نخبگان بتونن خیلی با عامه مردم شاخ به شاخ بشن. در واقع خیلی اوقات ما بازنده اون جنگ خواهیم بود، پیش باخته خواهیم بود در اون جنگ. اینم یک وضعیه که برای ما پیش آمده. وقتی صحبت از پایان فلسفه میکنیم، پس باید ابتدا متوجه یک سطح ظاهری و روحی باشیم که همه داریم در دانشگاه ها، دانشکده ها، در پژوهشگاه ها، در محافل علمی و فرهنگی داریم کاملا لمسش میکنیم. و اصلا این لمس کردن اولی کار سختی نیست. این که ما معانی متعددی از فلسفه در ذهن داریم و هیچ کدوم از این معانی در واقعیت زندگی ما حضور نداره، بلکه همه این معانی صرفا چیزهایی است نهفته شده در کتاب ها که ما فقط دربارش بحث میکنیم، دربارش گفتگو میکنیم. نمیخوام خیلی هم اقراق بکنم و بگم که هیچ ارتباطی بین اون فلسفه ها و زندگی وجود نداره. قطعا زندگی یک بخشش با فلسفه ها ارتباط داره. این هم موضوعی که میتونیم حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت بکنم. میخوام بگم که صحبت من رو در حد خودش نگاه بکنید، یعنی در این حد که به هر حال فلسفه ها امروز حضور ندارن، فلسفه ها بیشتر شأنی دارن کاملا محدود به یک سری تئوری های مندرج در کتابخانه. حالا باز از رورتی اسم بردیم، بریم از اصطلاح خود رورتی هم استفاده کنیم. میگفت آرمچر فیلسوفی، یعنی یا آرمچر فیلسوفرز، فیلسوفایی که فقط پشت میز میشینن و میشن پشت میز کار میکنن. شاید مثلا رو خود رورتی شاید میخواست مثال بزنه، کوین رو شاید مثلا مثال میزنه، فیلسوفایی که تو عالم خودشونن و خیلی کاری با بیرون و اینها ندارن. در برابر خود رورتی که آدم خیلی مطلع، آدم خیلی سیاسی، با رشته‌های مختلف دانش مرتبط و درگیره و فعالانه در اونها حضور داره. وقتی صحبت از پایان فلسفه میکنه کسی، باید بعد از درگیر شدن با این سطح رویی و ظاهری وارد حالا یه مقدار سطح فلسفی تر و عمیق‌تر اون بشیم و ببینیم که چه میگه. یکی از مهمترین رویکردهایی که پایان فلسفه رو صحبت میکنه، چه دیگه فکر میکنم باز همه باهاش کم و بیش آشنا هستید، رویکرد علم انگاره یا
علمگرایی است، یه نوع علمگرایی است، یا شاید به زبان امروزه بهتر بگیم فیزیکالیست ها، یعنی کسانی که معتقدن همه اون موضوعاتی که شما به طور سنتی در فلسفه ها بررسی میکنید دیگه نیاز به بررسی در فلسفه ندارن. اونها به راحتی یا به واسطه یا در طی زمان با روش های فیزیکی و فیزیکی انگارانه در مثلا آزمایشگاه ها یا در هر حال محافل علمی قابل حل هستن. ممکنه مثلا از یه فیلسوف باز یه مقدار پشت میز نشینی مثل هایدگر اگر شما انتظار داشته باشید بپرسید که خب شما که به عنوان یکی از کسایی که مهمترین کسانی که بحث از پایان فلسفه کردید حتما میخواید خیلی مخالف این رو بگید. میدونید که هایدگر خب به تبع هوسرل در ویژه اوایل جوانی به شدت دنبال استقلال فلسفه بود و حتی اون استقلال فلسفه‌ای که هایدگر میخواست بیرون بیاره رادیکالتر از هوسرل بود، چون هوسرل به نوعی قرابت رو به اتحاد فلسفه و علم میاندیشید، یعنی علم رو اصلا همون فلسفه میدونست، ولی هایدگر از همون دوره وجود و زمان به دنبال این بود که فلسفه رو به مثابه بنیاد علم بفهمه و قرار بده و این تأکید بر این تفکیک بین فلسفه و علم رو داشت در همون جوانی خودش. ولی هایدگر در رساله مشهوری که داره تحت همین عنوان پایان فلسفه و رسالت تفکر یا وظیفه تفکر، در اون رساله اصلا در برابر این نگاه فیزیکالیستی خودش رو قرار نمیده، بلکه اتفاقا معتقد شه همین فیزیکالیسم و همین تکنیسیان شدن انسان و ماشین انگار شدن زندگی ما، این خودش نشانه است بر پایان فلسفه. فقط هایدگر سعی میکنه به شما تفسیری بده از اینکه این پایان فلسفه به چه معناست. از نظر هایدگر این پایان فلسفه به معنای این نیست که مثلا یک رشته ای رو کسی اومده باشه قطع کرده باشه، یا به معنای این نیست که کسانی مزاحمت برای فلسفه ایجاد کرده باشن، مثل قدیم تو تاریخ خودمون اون چیزی که در مورد غزالی تو فرهنگ ما مشهوره، یا همین الان ما وقتی وارد یه مجادله با یه علمگرا میشیم، الان به جای متشرعان حریفان اصلی و مقابلان اصلی علمگراها هستن در برابر فلسفه. ما وقتی که ما اینجوری نباید ببینیم پایان فلسفه. پایان فلسفه از منظر هایدگر پایان یک نوع امکانه. امکانم باز نه به معنای منطقی مثلا امکان عام که شما در فلسفه اسلام میخونید، به معنای استعدادی که شکوفا شده و تمام میوه هاش رسیده و ما امروز دیگه اون میوه ها رو خوب یا بد، دوست داشته باشید یا نداشته باشید، کاملا در دست خودتون دارید، اما دیگه اون ریشه چیز بیشتری نداره که در اختیار ما قرار بده. وقتی هایدگر میگه پایان فلسفه، منظورش اینه، یعنی اینکه اون استعدادی که باید بوده در تاریخ، به نظر هایدگر با پارمنیدس و سقراط و با افلاطون داره شروع میشه اون اتفاق بزرگ تاریخی که حالا مثلا تعبیر میکنه ازش، اتفاقی که در اون ما چیز رو به شکل حاضر رو در روی خودمون تفسیر میکنیم و پرسشمون رو از هستی مطلق انتقال میدیم به هستی چیزها، به عبارت هایدگر موجود انگار یا موجود بین میشیم، نگاه اونتیک پیدا میکنیم. اون نگاه از نظر هایدگر تمامی توان خود رو مصروف کرده و به یه تعبیر با هگل به تمامیت میرسه. گاهی احساس میکنه که نیچه هم داره در عین اینکه با هایدگر هم کلامی هایی داره و داره توضیح میده نیچه همین پایان تاریخ فلسفی رو، معتقد نیچه هم دوباره باز در تلاش برای اینه که یک نوع فلسفه متافیزیکی دیگری از نوع افلاطونی اون تا به شکل معکوسش بیان بکنه. و بعد در پایان هایدگر معتقده که ما در عصری که امروز هستیم دیگه بیشتر از نیچه حرفی نمیشه زد. خب ببینید، این که میگه بیشتر از نیچه نمیشه حرفی زد، منظور این نیست که منظورش این نیست که پیشگویی کنه یا حتی پیشبینی علمی کنه. خب پیشبینی علمی که اصلا نمیشه کرد در این مورد، پیشگویی که کارم فیلسوف نیست، کار طبعا افراد دیگریست. هایدگر داره این رو احساس میکنه که اون موجود بینی و اون تفکری که
چیزها رو در فعلیت خودشون میبینه. ببینید ما وقتی میگیم که ما چیزها رو به صورت حاضر تفسیر میکنیم یا در حضورشون تفسیر میکنیم، اون تفکر با نیچه در نیچه تمام حرفای خودش رو میزنه. چرا؟ چون که دیگه ما در نیچه میفهمیم که با شیء به طور کلی یا شیء محض نمیتونیم روبرو بشیم، بلکه اون چیزی که ما در واقع باید باهاش روبرو شدیم و اون چیزی که ما باش هستیم اراده است. ما اونجا دیگه با اراده به سمت تحقق، حالا اسمش رو بذارید اراده قدرت یا هر چیزی دوست داشتید، با اون اراده روبرو هستیم. یعنی اراده‌ای که اون اراده محقق میکنه این امر رو. و بعد از نیچه معتقد حرف بیشتر از این هم نمیشه گفت. من معتقدم حتی به یه شکل خیلی آماتوری هم نگاه بکنیم، این پیشگوی هایدگر خیلی غلط از آب در نیومده. یعنی بعد از در واقع نسل بعدی فیلسوفانی که میان، عمدتا یا سعی کردن تفسیری بر هایدگر باشن، فیلسوفان مشهور، تفسیری بر نیچه باشن. خیلی چهره‌های مشهور فلسفی که ما میشناسیم، مثل دولوز، مثل فوکو، مثل دریدا، اینا به هر حال پایگاه اصلشون تفکر نیچه است و به یه تعبیر میشه گفت که خیلی فراتر از نیچه حرفی نزدن. و حالا امروز هم که اصلا واقعا نمیدونیم ما دقیقا باید به چی بگیم فیلسوف و اصلا یعنی چی این کلمه به طور دقیق. پس هایدگر وقتی میگه که تمام میشه این استعداد، منظور اینه که استعداد فلسفه، که توی این رساله میگه من فلسفه رو به معنای متافیزیک میگیرم، چون نوعی عقب نشینی از حرفای قدیمی خودش. قبلا هایدگر فهم کرد با فلسفه میشه از متافیزیک گذر کرد و الان به این نتیجه میرسه که در فلسفه فقط شما فلسفه دیگه توان گذر از متافیزیک رو نداره، بلکه اونقدر آمیخته شده به متافیزیک که زبانش زبان الکنیست. و این رو ما اونجا میتونیم بفهمیم که هایدگر خود پرسش از وجود رو هم اصلاح میکنه، رو کلمه وجود خط میکشه یا عدم رو به جای وجود میگذاره. یعنی متوجهه که دیگه حتی وجود که ناموسی ترین پرسش هایدگره خیلی نمیتونه بیش از این به او کمک بکنه و نمیتونه برای او راه رو باز بکنه. و هایدگر تفکر رو ما رو پیشنهاد میکنه، به ما پیشنهاد میکنه که برگردیم به اون نقطه آغازی که فلسفه شروع شده. میگه که در واقع هایدگر میگه انتهای فلسفه ابتدای فلسفه است. ما وقتی که داریم صحبت از پایان فلسفه میکنیم، اگر میخوایم پایان فلسفه رو بفهمیم باید ابتدای فلسفه رو بفهمیم. و این هرچند باز با کمک سنت فلسفی ممکن میشه، اما دیگه با صرف فلسفه های رایج محقق نمیشه. اسمش رو میذاره تفکر که به ما نشون بده اتفاقی که ما باید بریم دنبالش اینه که ببینیم چطور این راه باز میشه برای انسان. این چطور رو فقط دقت بکنید، یک چطور جامعه شناختی نیست، یک چطور روان شناختی نیست، یک چطور تاریخی به معنای هیستوریکال نیست، یک این چطور که داره هایدگر میگه، یعنی که شرط امکان گشایش راهی در ابتدای تاریخ فلسفه که در اون تاریخ انسان چیزها رو به مثابه شیء حاضر رو در روی خودش تفسیر میکنه. تعبیری که من گاهی به کار میبرم از با الهام از ارسطو، تعبیر تقدم فعلیت بر امکانه. شما ببینید حرفی که ارسطو میزنه، فعلیت بر امکان تقدم داره و همه تا حدی این رو میپذیریم و میشه گفت میشه تمام فیلسوفان کلاسیک جهان رو به نوعی فیلسوف تقدم یک نوع فعلیت که در متن اون فلسفه مصداقش مشخص میشه بر امکان دید. و هایدگر و فیلسوفانی که حالا به تبع هایدگر بعدن تلاش میکنن راه رو برن، دنبال اینن که راهی رو پیدا بکنن که امکانات بتونن خودشون رو نشون بدن در برابر فعلیت هایی که به نظر هایدگر زمانشون هم سپری شده. و این راه راهیست به سمت تاریکی، راهیست که تقدم رو بر تاریکی میده، تقدم رو بر پنهان میده، امر پنهان میده و سعی میکنه که به انتظار روشن شدن بنشینه تا به اینکه خود امر روشن رو چیزی فعلیت یافته و حاضر و دم دست انسان تفسیر بکنه. ببخشید که طولانی شد و اگرم مجمل بود و مبهم بود باز عذرخواهی میکنم. توی پرسش و پاسخ ها اگر فرصتی بود و مایل بودید میشه شاید یه تفصیل بیشتری داد و بس.
عرض سلام خدمت حضار محترم و همچنین عرض سلام تشکر از آقای دکتر ناظمی. خوشبختانه ایشون از این منظری وارد بحث شدن که یه جاهایش هم پوشانی داره با بحث ما، یه جاهایش هم نداره، به همین دلیل میشه شاید یه گفتگوی هم شکل بگیره. اون چیزی که به ذهن من اومد برای این جلسه خدمت شما ارائه کنیم، تحت همین عنوانی که موضوع این گفتگو هست یا موضوع این نشست هست، یعنی پایان فلسفه و نگاهی به آینده، میخوام در مورد همین چند تا واژه صحبت کنم، یعنی مفهوم پایان، فلسفه، آینده. ببینیم که آیا میتونیم یه حرفی در مورد آینده فلسفه، پایان فلسفه و خود فلسفه بزنیم یا خیر. همچنین قبل از اینکه حالا وارد بحث بشم، یه نکته لازم خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که به هر حال موضوع صحبت ما فلسفه و پایان فلسفه و آینده فلسفه و ایناست، یه موضوعات بسیار گسترده، یه خیلی از حد و اندازه های این جلسه و حد و اندازه های من و عمر من و اینا فراتره. به همین دلیل من یه کاری که بخوام انجام بدم، یه ایده ای رو بگیرم بس بدم توی نیم ساعت 40 دقیقه آینده و بعدش هم یه پرسش پاسخی بود، حالا تو راجع به همون ایده ای که هم صحبت کنیم خدمتتون، اصلا برا نیست مثلا تکلیف چیزی به اسم پایان فلسفه اینجا روشن بشه، اصلا نه من دچار این توهم هم، نه کسی باید دچار این توهم بشه. به هر حال باید از این منظری وارد فلسفه بشیم، راجع به پایان فلسفه صحبت کنیم، ببینیم که از چه منظری میتونیم راجع بهش تو این جلسه بتونیم صورت بندی رو انجام بدیم. به هر حال فلسفه معانی مشخصی داره، معانی زیادی داره. ما الان بیایم در مورد معانی فلسفه صحبت کنیم، یه وقت جایی مجال دیگری رو به طلب، هرشن بازم توی جلسه اصلا جا نمیشه، قرارم نیست جا بشه. یعنی آقای دکتر فرمودن فیلسوفانی هستن که اصلا همون فیلسوف قبول ندارن. حالا بیایم در مورد معنای فلسفه به اینا. ما از طرف دیگه میخوایم راجع به فلسفه صحبت کنیم، باید معنای فلسفه رو تبیین کنیم تا ببینیم آیا پایان دارد یا نداره. یعنی همین الان ما وارد یک در واقع دور باطل شدیم، یه تناقض شدیم. واقعا من سعی میکنم که وارد مسئله تعریف فلسفه نشم، چون که ما اصلا بحران معنا داریم، بحث crisis of definition، بحران معنا، یه بحث بسیار جدیه امروز همه دچارشیم، نه فقط در فلسفه، در هنر هست، نه فقط در هنر، در خود اشیا، در خود جانداران، تعریف انسان، اینا همه امروز دچار مشکل. به همین دلیل با توجه به همین بحثایی که شد و مقدمات که عرض کردم، من در مورد یک برداشتی از فلسفه میخوام شروع کنم صحبت کردن که به نظر من میتونه به ما کمک کنه برای درک فلسفه. هرچند قرار نیست یک معنای جامع و مانع به معنای تعریف ارسطویی ازش ارائه بدیم، چنان که نه تنها در قدرت من بلکه در قدرت هیچ کس نیست همچین تعریف. یا ما رو به یه جور فاشیست میرسونه، فلسفه رو کوچیک میکنه، یا فلسفه رو انقدر گشاد میکنه که عرفان و شعر و همه چی قاطی میشه باشه. به همین دلیل من کار به معنا ندارم. کاری که به نظرم من میتونم انجام بدم اینه که از یک ایده شروع کنیم، اونم آغاز فلسفه است. ببینیم فلسفه از کجا آغاز شده. باز این هم البته بحث بسیار مفصلیه، حالا موضوع اصلی بحث منم نیست، اما اون چیزی که فلسفه میشناسیم ما، فلسفه که هم به معنی فلسفه غرب مشهوره، هم فلسفه اسلامی زیلش تعریف میشه، هم فلسفه مسیحی، هم فلسفه مدرن، هم پست مدرن، اون فلسفه، فلسفه‌ای که بودن از قرن 6 و 7 قبل میلاد در حوزه یونانی، حالا بیشتر در آسیای صغیر و اینا مطرح شده و مثلا با تالس و قبلش یه سری بحثایی مطرح بوده، اونجا یه اتفاقی افتاده. ما می‌خوام از اون اتفاق شروع کنیم که من برسم به فلسفه، برسیم بحث در مورد بحث اصلی امروز صحبت کنیم. اون هم این است که فلسفه یک حوزه معرفتی یا یک علم قطعی، یک چیز ثابت، یک پارچه‌ای نیست. بذاریم این قضیه صوتو ببینیم حل میشه. این ارتباط میخواییم از این استفاده کنم، این میخواییم بس کردیم ایام انتخابات این کنسرت و اینا زیاد میزنین، اکوی کنسرت داده بود به صدای ما فیلسوفان. البته بله کنسرت، بله
بسیار خوب. فلسفه به معنای یک علم، یه علم واحد یک پارچه منسجمی مد نظرمون نیست. اتفاقی افتاد در یونان قبل از 6 و 7 قبل از میلاد که اون اتفاق رو میشه تحلیل کرد، در موردش حرف زد که اون رو عمدتاً، حالا من نمیخوام خیلی واردش بشم، عمدتاً به گذار از متوس به لوگوس تعریف میکنه. اینو که بهتون همتون شنیدین، به ویژه بچه‌ها که فلسفه خوندن، که حالا گذار یک ترجمهش بخوام یکم ساده ترجمهش کنیم، میشه گذار از اسطوره به عقل، گذار از متوس به لوگوس. یعنی متوس چیه؟ متوس حالا خیلی ساده و دم دستی بخوایم صحبت کنیم، هرچند باز مناقشاتی هم در موردش هست، هیچ مسئله ای نیست که مناقشه درش نباشه. متاسفانه ما در ساعتی هستیم که هیچ وقت مناقشه خارج نمیشه، هیچ حرف قطعی هم مشتعیه خیلی هست، سرراستی هم نمیشه زد. خیلی میخوایم دم دستی صحبت کنیم. به هر حال ارسطویی هم بخوایم یکم مد نظر قرار بدیم، اون حرفی که ارسطو در متافیزیک میزنه، مواجهه انسان با جهان به یه مرحله، به یک دورانی به سطح حیرت رسید. انسان مواجه شد با جهانی که نمیدونست چیه و پرسش‌هایی براش شکل گرفت، از پرسش‌های بسیار ساده مثل چرا این چرا آن تا پرسش‌های بسیار پیچیده‌تر، چرا این جهان، تهش کجاست، من اینجا چیکار می‌کنم. اونجا حرف اولین واکنش انسان به حیرت، داستان پردازی. انسان یک موجود داستان سراست. همین الان هر اتفاقی میفته تو ذهن ما کلی، همین الان در مورد حرفای من در ذهن شما داستان‌های مختلفی شکل می‌گیره، یه صدای بیرون بیاد برای در ذهن ما داستان‌های مختلفی شکل می‌گیره. انسان یک موجودیه که داستان سراست، یعنی در مورد هر چیز داستان میسازه، یه داستانی هم در مورد جهان ساخته، به اونا میگن اسطوره. که تاریخ ادیان ابتدایی از همونجا شروع میشه، بحثای ما در اونجا بحث ادیان ابتدایی مطرح میشه. داستان در مورد جهان، حالا مثلا یکی میگه دو تا خدا بودن، ایزانامی و ایزاگامی، اینا فرزندشون رو فرستادن زمین و اینجوری، این میشه مثلا داستان آینش اینتو و داستانهای دیگه که ارسطو میگه حتی فلسفه و همین اسطوره تا یه جای همراهن با هم، تو متافیزیک میگه، به خاطر اینکه اونجا میگه فیلوسوفوس و فیلوموتوس از یه ریشن، چون اینا همه در مواجهه با حیرت بودن. فلسفه از کجا آغاز میشه یا امکان فلسفه از کجا وجود میاد؟ وقتی که این اسطوره ها ازشون پرسش میشه، یعنی میپرسن چرا، آقا چرا باید این دو تا خدا باشن، چرا 4 تا نباشن، چرا این نظام. یعنی این چرا پرسیدن به نظرم کلید بحث ماست، یعنی تلاش برای تبیین عقلانی اسطوره. ما یه سری داستان‌های غیر منطقی، غیر منسجم، غیر عقلانی در مورد جهان رایج دادیم و حالا می‌خوایم این داستان‌ها رو منسجم، منطقی و عقلانی کنیم با پرسشی که ازشون میشه. این گذار از متوس به لوگوس، گذار از اسطوره غیر منسجم غیر عقلانی به یک اسطوره منسجم عقلانی، این اون چیزی که میشه بهش گفت آغاز فلسفه، یا حتی به بیان دقیق‌تر امروز باش در کار خواهیم داشت، خود فلسفه. فلسفه چیزی نیست جز این گذار. این مقدمات رو خدمتتون عرض کردم، شاید برای خیلی از شما حرف تکراری بوده باشه، برای اینکه از این منظر میخوام ورود کنم. از چه منظری؟ از اینکه فلسفه چیزی نیست جز این گذار. این گذار هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت اسطوره عقلانی نمیشه. یک روزی که اسطوره عقلانی شود، فردا همون عقلانیت دیروز رو به اسم اسطوره قبلی میزنن، کاری که افلاطون با قبلیاش کرده، کاری که همین اکار ارسطو با افلاطون میکنه، بعدیا با ارسطو میکنن، بعد با اونوگوستو میکنن، بعد با دکارت میکنن. الان حرفای افلاطون برای من اسطوره است، حرفای دکارت هم برای من اسطوره است، به نظر من اسطوره میاد. هر روکردی که میاد مطرح میشه، هر داستان جدیدی که ساخته میشه، فلسفه میاد، یک فیلسوف میاد به این یه ساعت عقلانی میبخشه، بعد بعدیا میان باز از خود این عقلانی سوال میکنن، باز اینو تبدیل به اسطوره میکنن و باز به داستان ادامه داره تا همین امروز و تا هر وقت. نکته‌ای که مد نظر من این است که اولا نباید فراموش کنیم که اصلا چیزی به اسم عقل جدای از اسطوره وجود نداره. این یه توهمیه که ما فکر می‌کنیم، به ویژه حالا تو صنعت تحلیلی هم زیاد، تحلیل متقدم زیاد مطرح شد، که ما فکر می‌کنیم اسطوره رو عقلانی کنیم یعنی اسطوره مش خرافات، اینو بریزیم دور بعد بریم سراغ عقل. اصلا چیزی نیست، اسطوره داشته‌های فرهنگی ماست، ما چیزی نداریم غیر از اسطوره‌هامون. حالا دیگه وقتی میگیم اسطوره، تو دینم اسطوره است، علمم اسطوره است، فلسفه هم اسطوره است، نمیدونم هر دانش جامعه شناسی هم اسطوره است و اسطوره های هر عصر رو داره تولید و استولید میکنه، اونا مورد انتقاد قرار میده فلسفه اون عصر. پس این گذار هیچ وقت به این معنای یک شبه نیست که مثلا فلسفه عقلانی میشه. این مسیریه که دائما انجام میشه و در بطن خودش تضادهای خودش رو ایجاد میکنه و باز در مرحله بعد و باز در مرحله. این اون چیزیه که من الان میخوام تو این جلسه بهش بگم فلسفه. پس تو این جلسه من وقتی گفتم فلسفه و از واژه فلسفه استفاده کردم، بدون که بخوام تعریف خیلی جامعانه ای ارائه بدم، منظورم این گزاره، یعنی پرسش از اسطوره ها، چرا، سوال چرا، چرا باید اینجوری باشه، چرا باید اونجوری باشه و این داستان. این پرسش از چرا خود هر چیز رو میبره سراغ وارد فلسفه میکنه. مثلا شما
در ادیان میبینه. ادیان معمولا در ابتداشون ضد فلسفه است. فلسفه چیز بی‌معنیه، چون خب وحی هست و وصل پیامبر و حقیقت رو داره در واقع متجلی میکنه و بیان میکنه. فیلسوفا معمولا دشمنن، معمولا مزاحمن با عقل. هم تو فلسفه اسلامی اتفاق افتاده، به ویژه در فلسفه مسیحی، چون فیلسوفان اول نماد مشترک یونانیان بت پرست و اینها بود. اما بعد این مدت هر دینی، هر آینی، هر روکردی مجبور به مرور برای چه مؤمنان و چه غیر دینداران این رو خودش رو به مسابقه در واقع امر منسجم جلب بده و عقلانی کنه. بس نیازمند چیه؟ نیازمند فلسفه است. مجبور فلسفه رو بیاد فلسفایز کنه، عقلانی این اصولا رو عقلانی کنه و این باز ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. در این معنا حالا ما میخواییم صحبت کنیم از این که آیا فلسفه اصلا میتونه پایانی داشته باشه؟ یعنی این فرایند گذار از متوس به لوگوس آیا اصلا تمام میشه؟ آیا اصلا یه جایی میرسیم که میگیم خب ما تمام شدیم، اصولا رو کاملا عقلانی کردیم و تحویل شما دادیم؟ کسانی که این ادعا رو کردن در طول تاریخ چنان که کم هم نبودن، کسانی بودن که اون اسطوره‌ای که ایجاد کردن رو به مسابقه عقلانیت نهایی جلوه دادن و چند سال بعد یه سری اومدن هم اسطوره اینا رو مورد انتقاد قرار دادن، باز ادامه پیدا کرد، باز ادامه پیدا کرد. معمولا سه تا رویکرد کلیه که آقای دکتر هم اشاره کردن بخشش، یکی علم گرایان، علم در مقابل علم ضد فلسفه، میگن فلسفه تموم شده در بهترین حالتش. امروز حالا بعضیشون میگن فلسفه رویکرد دکارتی هم هست، کم یه نردبانی بود که ما ازش دیگه اومدیم بالا تو متافیزیک، رسیدیم به فیزیک، دیگه بندازیم متافیزیک رو دور، دیگه الان فیزیک و همه چی روشن و مستدل شد و ما فقط می‌خواستیم مبانی اینا جور کنیم. یک روکر دیگه هم هست که متکلمان ضد فلسفه است، خب دیگه نبرد خیلی روشنه، مسئله دعوا خیلی روشنه که توی خود سنت ما از اون بحث اشعار و معتزله شکل گرفته و امروز هم هنوز ادامه داره. یکی هم رمانتیکای ضد فلسفه است، یعنی عقل فلسفی در مقابل شهود. این سه تا رویکرد کلی که ضد فلسفه مطرح میشه و اینا کسانی هستند که بیشتر حامیان پایان فلسفه هستند. حتی اگه در خود فلسفه هم ما میبینیم کسی از پایان فلسفه دم میزنه، تحت تاثیر یکی از اینا یا چند تا از ایناست که در موردش باز بیشتر صحبت میکنیم. در طول تاریخ فلسفه حداقل در خود فلسفه یا دسته که اون چیزی که من الان به ذهنم میرسه همینجوری میتونم چند تا نمونه براش نام ببرم، ما چند بار مواجه شدیم با شعار پایان فلسفه. اولین بار در خود سوفسطاییان پیشاسقراطی بود، یعنی گفتن که آقا جهان بین هراکلیتوسی همه چی در حال شدنه، پس هیچ معرفتی نمیشود داشت، پس فلسفه که دنبال معرفت شناخت حقیقت، همه چی روی حواس، ما به جایی نمیتونیم برسیم و اون دعوایی که بین خود سقراط و دیگران پیش میگیره و اون جمله معروف در واقع پروتاگوراس و بعد اون جمله سگانه معروف گورگیاس که همتون شنیدین، نمیشه، هیچ چیز وجود نداره، اگه باشه نمیشه شناختش، اگه بشه شناختم نمیشه بیانش کرد، این دیگه مرگ فلسفه، دیگه مرگ هر شکلی از علم. حتی بعد ما میبینیم که در مقابل این باز فلسفه ادامه پیدا میکنه، مواجهه میشه با این انتقاد و بس پیدا میکنه. باز در دوره بعد از اوج یونانی مسیحیان ضد فلسفه، باز دوره پایان فلسفه مطرح میشه که الان دیگه مسیح اومده همه ما رو نجات بده، دیگه فلسفه تموم شد، فلسفه مال در بهترین حالت علم دوران فلاکت ما بود قبل از اینکه مسیح ظهور کنه، الان که مسیح ظهور کرد دیگه تموم شد، حقیقت برای ما بر روی صلیب متجلی شد. بعد باز دوباره خود این مسیحیان هم نیازمند فلسفه شدن، همه فیلسوفا رو کردن سنت و اون بونا که در کلیسا جا دادن، باقیشون هم که در واقع اون واکنشا رو انجام دادن و اون اتفاقایی که تو قرون وسطا افتاد. در رنسانس باز ما جریان ضد فلسفه می‌بینیم، فلسفه اینجا نمادش میشه نماد کلیسا، یعنی فلسفه ضد ارسطویی و این فلسفه دیگه مرده. این اون ایده‌ای که بعداً تو بیکن توی همین کتاب نیورگانون یا نوآرگانون هم بس پیدا می‌کنه همینه که فلسفه دیگه تای تایش یه سری مزخرفاته و فیلسوفان تا حالا مثل عنکبوت بودن، ما باید به دنبال زنبور عسل باشیم. زنبور عسل یعنی دانشمند، به معنی دقیق‌تر یعنی مهندس، که حتی هنوز تو این گفتمانی ما چهار قرن این گفتمان حاکم. من الان شما مثلا به پدرتون میگم فلسفه میخونم، معمولا میگه آقای مشعلافن و مثلا مهملاتی، میگه ما نمیفهمیم چی میگن، خودشون هم نمیفهمن چی میگن، مهندس. این ایده مهندسی اینجا هنوز هست، حتی الان مهندسان بیکاره، الان مهم نیست ولی بله مسئله بر اساس که جهان جهان مهندس اوج توش مهندسه، یعنی اگه توی جهان یونانی والاترین انسان فیلسوف بود و در جهان قرون وسطایی شاید بگیم حالا والاترین انسان پیامبر بود، این جهان والاترین انسان مهندسه، مهندس مکانیک، یعنی کسی که جهان رو میشناسه با هدف غلبه بر جهان. این چیزی که ایده اساری حرف فرانسیس بیکن. این رویکرد زده فلسفه در واقع مطرح شد، ولی بازم این رویکرد رو میبینیم توسط بعضی از همین حامیان همین رویکرد مثل دکارت و دیگران، میان میگن بنایی که گالیله ساخته پایه نداره، ما باید شالوده براش ایجاد کنیم و درخت فلسفه شکل میگیره، درخت علم شکل میگیره و این رفتن سراغ فلسفه مراحل بعدی. باز در انتهای دوران مدرن مثل هیوم، کسی مثل هیوم رو میبینیم فلسفه رو اعلام مرگ فلسفه میکنه، اون جمله آخر کتاب معروفش هست که میگه
باید هر چی از فلسفه الهیات در آتش بیاندازین چون جز سبسته و توهم نیست. باز این بس پیدا میکنه میاد به قرن 20 پوزیتیویسم قرن 20 یه نمونهش از اون نقد فلسفه یا کنار گذاشتن متافیزیک یا حتی نقدهای پست مدرن ها که در درون فلسفه این انجام دادن. ببینید من چند تا نمونه نام بردم، میتونیم باز چند تا نمونه دیگه هم نام ببرم، همین الان به ذهن من رسید سه چیزایی رو امروز لیست کرده بودم برای این جلسه. بعد از این نقدها، بعد از این شعارهای پایان فلسفه چه شد فلسفه؟ آیا فلسفه تموم شد؟ نه. ببینید فلسفه اولا هدف اصلی اون کسانی که این شعار رو مطرح میکنن معمولا در وهله اول خب نقد فلسفه مثابه دشمن. من میخوام بگم حتی این نیست، بلکه بیش از اون و پیش از اون تلاش برای عدم مواجهه با خوده. فلسفه چیزی جدای از علم نیست، فلسفه چیزی جدای از حتی عرفان نیست، فلسفه چیزی جدای از دین نیست. از چه جهت میگم؟ از این جهت که هر کدوم از این رویکردها اگر بخوان مواجه بشن با خودشون، یعنی باید برن سراغ ریشه های خودشون، و فلسفه هم علم به مبادیه، علوم نمیتونن به مبانیشون بیاندیشن. شما از معلم ریاضیتون میتونید پیشرفته‌ترین سوالات رو در مورد انتگرال های چندگانه بکنید، حساب دیفرانسیل، ولی معلم ریاضیتون بپرسه آقا عدد چیست؟ نمیدونه، اصلا نمیتونه جواب شما، چون اصلا کار اون نیست. اون نیازمند یه چیزی اون زیر به اسم فلسفه ریاضیات، فلسفه فیزیک. پس یه تلاش برای عدم مواجهه با خود، با مبانی خود، با تشکیک در مبانی خود. این کاری که مثلا مواجهه علمی با فلسفه است که فلسفه رو پایان اعلام میکنن یا رد میکنن به طور کلی، همینه. به خاطر اینکه با مبانی متافیزیکی و اتمام فلسفی خود علم مواجه نشه. اما صرف نظر از اون، یک خصلتی فلسفه داره، البته خصلت عقل بشری داره، قطعا فلسفه خودش به مسابقه امر مستقل، من در موردش صحبت نمیکنم اینجا، به خاطر همون داستان سرایی که داره. شاید فلسفه قدرت هضم و درونی سازی خصم رو داره. یعنی هر رویکردی اومده در مقابل فلسفه ایستاده، مدت زمانی بعد اومده درون فلسفه جا شد. هیوم میاد فلسفه رو نابود میکنه، یعنی بیانیه پایان فلسفه رو اعلام میکنه. بعد کانت چی میگه؟ نمیگه هیوم نمیدونم غلط گفته، هیوم پرت و پلا گفته، ما از فلسفه دفاع میکنیم. میاد میگه هیوم مرا از خواب جزمی بیدار کرد. یعنی هیوم رو با کل اون رادیکالیسم نقد نفیهش درون فلسفه جا میده. نیچه، یعنی از نیچه رادیکالتر در تاریخ اندیشه من سراغ ندارم، حتی هم زبانشه هم حالا محتواش. تازه چند سال نیچه رو اینجا فیلسوف حساب میکنن، تا چند سال پیش اون گروهای فلسفه میگفتن نیچه اصلا میخوردن در دیوار، الان حالا یک پایان‌نامه روش دفاع میکنن. بس نیچه کجاست؟ الان نیچه با اون فیلسوف مطرح ده. یعنی کل اون تنش نیچه درونی سازی میشه. دکترم اشاره کردن کل فیلسوفان پسا نیچه همه نیچه ای هم. یعنی فیلسوف نیچه ای هم. همونجور کل فیلسوفان پسا هیومی همه فیلسوف هیومی هم. با پذیرش نقای هیوم. پس بنابراین به خاطر این خصلت فلسفه، اصلا فلسفه پایان نمیتونه داشته باشه. پایان فلسفه خود به خود تولدی نوعه. فلسفه ماهیت ققنوسوار داره. و این ماهیت ققنوسوار رو ما اگه بخوایم یه کمی تکنیکال‌تر در موردش صحبت کنیم، میتونیم بهش بگیم دیالکتیکی. یعنی در بطن خودش خصم خودش رو ایجاد میکنه و همون خصم رو درون خودش میبله و یه فضای جدید ایجاد میکنه، یک امر جدیدی رو ایجاد میکنه و باز هم در همون بطن جدید خصم جدید، تناقضات جدید، دشمن جدید و خود نماد جدید. این فرآیند دیالکتیکی درون خود فلسفه است و ما شاهد این هستیم که فلسفه هر چیزی رو درون خودش میتونه حس کنه. به همین دلیل تا وقتی فلسفه به این معنا فلسفه است، پایان نداره. اگه فلسفه یه روزی صلب بشه، فلسفه یه جوری یه روزی، یا شاید همین الان تو ذهن بعضی اینجوری باشه، من معنی فلسفه، یعنی رویکرد فلسفی خودم اولش ترک کردم که بگم از این رویکردم دفاع میکنم. اگه کسی بگه فلسفه جوابهای قطعی به مسائل اصلی است، اینو من اصلا فلسفه نمیدونم، میشه شبیه یه جور ایدئولوژی دینیه یا یه چیز دیگه علمیه تا فلسفه. اگه فلسفه این گزاره، این گزار هیچ وقت پایان نداره. به همین دلیل به نظر من اصلا بحث صحبت کردن از پایان فلسفه دقیق نیست در این خصوص. یا شاید من دارم به این معنا فلسفه رو سعی می‌کنم یه جوری تعبیر کنم که از اون انتقاد پایان فلسفه که معمولا نسبتش مطرح میشه حتی توسط فیلسوفان رها بشه. یک نکته هم قبل از اینکه در واقع بحثم رو تموم کنم خدمت اشاره کنم، در بحث مختصری که خدمتتون بودیم تو این 20 دقیقه 25 دقیقه در مورد آینده فلسفه است. چون در واقع عنوان این بحث بود در واقع همین پایان فلسفه و نگاهی به آینده. این اصلا خود این ایده نگاهی به آینده که به ذهن ما میاد، یعنی یه جوری شاید خیلی عنوان خوبی نبود برای این جلسه، نمیدونم. نگاهی به آینده یعنی مثلا آدمو یاد پیشبینی وضعیت بازار مثلا فلان یا
پیشبینی وضعیت دلار در آینده، قیمت دلار یا پیشبینی وضعیت فلان بحث سیاسی در آینده، این پیشبینی به ذهن ما میاد. این فلسفه یه وضعیتی داره، آیندهش به کدوم ور میره، ما پیشبینیش کنیم که فلسفه به کجا میره. یه کمی میخوام در مورد خود این ایده آینده صحبت کنیم، به نظرم خیلی مهمه. ببینید حالا اینجا ما در دپارتمان فلسفه هم هستیم و در مورد اینکه به خود آینده بیاندیشیم قبل از اینکه فلسفه بیاندیشیم، یعنی چون پیشبینی که قطعا کار من نیست، من اصلا پیشگو نیستم، پیشبینی نمی کنم، صرف نظر اینکه اصلا تو فلسفه هم پیشبینی به اون معنا جایگاه خاصی نداره، اما در مورد خود آینده یکم میتونیم صحبت کنیم. اینکه آینده به چه معناست که بعد بریم ببینیم آینده فلسفه چیست. خود معنی آینده، یعنی یکی از کارهای مهمی که امروز باید انجام بشه اندیشیدن به ایده آینده است. آینده رو به مسابقه ایده فلسفه فلسفی بیاندیشیم، یعنی اگر یعنی مدخل ما برای ورود به بحث آینده فلسفه، فلسفه آینده باید باشه. کاری که قبل از ما هم انجام شده، تو همین قرن 20 هم انجام دادن بعضی ها، در مورد خود ایده آینده، ایده زمان اندیشیدن. ما وقتی در مورد آینده میاندیشیم، میخوام در مورد آینده صحبت کنیم. آینده چیه؟ وقتی من میگم آینده چیست، حتی خود آینده رو دارم تبدیل به یه ابژه میکنم، به یه موضوعی، مثل این خودکار. خودکار چیست؟ آینده چیست؟ خودکار اینجاست، من میتونم مثل جوهری داره، عرضی داره، حالا هر بستی به هر روکرد فلسفی دارم در مورد صحبت کنم، ولی آینده کجاست که من در مورد صحبت کنم؟ من وقتی میخوام در مورد آینده صحبت کنم، کجا رو دارم میبینم که در مورد آینده صحبت کنم؟ اصلا چیزی رو من نمیتونم ببینم. آینده اصلا نیست، آینده اصلا هنوز نبوده، هیچ وقت نبوده. پس من وقتی در مورد آینده صحبت میکنم، در واقع گویی دارم به یه چیزی نظر میکنم. وقتی در مورد آینده یک چیز صحبت میکنم، در مورد چی صحبت میکنم؟ یه کمی اگه بحث رو پیشتر ببریم، و حالا من نمیخوام خیلی الان در موردش وقت شما رو بگیرم، در حقیقت در مورد تنها چیزی که از اون امر دارم صحبت میکنم، یعنی گذشتهش. حال که یک لحظه است، که هر لحظه حال چیزی نیست، چون هر لحظه که داره تبدیل به گذشته میشه. در مورد گذشتهش صحبت میکنم، یعنی وقتی که من میخوام در مورد آینده یک چیز صحبت کنم، آن چیزی که مد نظرم هست و با آن نگاه میکنم گذشته اونه. یعنی در مورد یه چیزی میخوام صحبت کنم، دقیقاً باید به یه چیز دیگه نگاه کنم. انگار وقتی من میخوام در مورد این خودکار صحبت کنم، در مورد اون به اون صندلی نگاه کنم، در مورد این خودکار صحبت کنم. اینقدر قضیه پارادوکسیکاله. و خب چاره‌ای هم ازش نیست. به هر حال چون ما نمیتونیم در مورد آینده مثل این خودکار صحبت کنیم، به این معنی است ما اصلا هیچ وقت نمیتونیم در مورد آینده صحبت کنیم. چون این تازه آغاز فلسفه است. تازه فلسفه یعنی اینجا ممکن میشه. که ما وقتی به گذشته مینگریم، میخوایم از دل گذشته آینده رو در بیاریم. این یه بحث بسیار مفصلی میتونه باشه در مورد خود فلسفه آینده. الان بحث ما نیست، الان بحث آینده پژوهی در مورد اینا پیش میره، الان بحث خود مفهوم زمان، جایگاه زمان ما وارد این نمیتونیم بشیم، ولی خود این که اصلا نگاه ما به زمان خطیه، الان خب برای یکی دو قرن زیر سوال رفته، تو فیزیک تا هم فلسفه زیر سوال رفته، تو فیزیک زیر سوال رفته، این گذشته پشت سر منه، آینده جلوی منه، اینا همه بحثایی که رد شده، آینده با گذشته رابطه در هم تنیده داره، زمان متراکم میشه و این بحثای پیچیده ای که الان واردش نمیخوام بشم. میخوام این بحثو برگردم به فلسفه، بگم که اگر من میخوام در مورد آینده فلسفه صحبت کنم، باید برگردم به گذشته فلسفه نگاه کنم. یعنی اون چیزی که فلسفه بوده تا کنون، همون چیزی که امروز ما بهش میگیم فلسفه. فلسفه تا کنون چه بوده؟ فلسفه تا کنون اگر این فرآیندی که ما از اول این جلسه تلاش کردیم خیلی ساده و ابتدایی ترسیمش کنیم، به مثابه دم و بازدم‌های بسیار، به مثابه اوج و فرودهای بسیار، به مثابه صلب شدن و از درون فروپاشی و صلب شدن و از درون فروپاشی‌های بسیار، تاریخ فلسفه رو بخونیم، از همون ابتداش بگیم، فرض کنیم از تالس، حتی قبلش میشه این گذار رو بین هومر و هزیود هم نشون داد در خود اسطوره‌های یونان، تا امروز ما میبینیم که این تمام تلاش فلسفه، البته من اینجا روی کردم، خب به روشنی همتون هم احتمالاً در جریان هستین، هگلیه. رفع تعارضات درونیش، یعنی تعارضات درونی درون یک وضعیتی هست، حالا ما بهش میگیم فلسفه، و این فلسفه داره در این دم و باستم ها پیش میره و این تعارضات رو رفع میکنه و پیش میره. اینجا دیگه وقتی ما از فلسفه صحبت میکنیم، از افلاطون ارسطو صحبت نمیکنیم. افلاطون ارسطو فرع بر فلسفه هن. فلسفه یک امر واحد، یک پارچه پویای زنده تاریخمند میشه. فلسفه اینجوری نیست یه چیز توی کتابی باشه. بخوام یه کمی با تمثیل بیشتر صحبت کنم، افلاطون فلسفه حرفای افلاطون و ارسطو و دکارت و کانت نیست.
بلکه افلاطون فلسفه است که افلاطون رو به مثابه سخنگوی خودش در یک دوره انتخاب میکنه، به فلسفه است که ارسطو رو به مثابه سخنگوی خودش در یک دوره دیگه انتخاب میکنه. تا امروز فلسفه یک امر زنده است، یه چیزی که عمر کرده، کودکی داشته، جوانی داشته و حالا داره ادامه پیدا میکنه. در این معنا این فلسفه که در حال دم و بازدمه و در درون خودش درگیری های خاص خودش رو داره که ما بهش میگیم تاریخ فلسفه و دعوا و مسائل تاریخ فلسفه، همواره به سراغ چیزهایی میره، یعنی این چیزی که از هگل ما یاد گرفتیم، هر آن چیزی که رفع نشود و حل و فصل نشود، معنی هگلی کلمه باز میگردد. این شعار هگل، هر چیزی که رفع نشه یعنی طرد بشه، سرکوب بشه، حذف بشه، همواره برمیگرده. باید ببینیم تو فلسفه چی رفع نشده یا امروز داره برمیگرده. ببین امروز دوران بازگشت هست. امروز ما هیولاهایی که همواره طرد کردیم و سرکوب کردیم بدون اینکه بخوایم رفع کنیم یا درونی سازیشون کنیم، دوباره دارن برمیگردن. یه نمونهش داعش. داعش محصول مشخص سرکوب بخشی از جهان سوم توسط مدرنیزاسیون فرمایشی بوده. رفته گوشه، سرکوب شده، حالا یه دفعه برگشته به شکل هیولا ظاهر شد. بعد این هیولاها رو یا این عناصری که طرد شدن و رفع نشدن، این رفع یعنی درونی سازی به معنای دیالکتیکی کلمه اون آفبن نشدن، رو در فلسفه پیدا کردیم. این فلسفه چه چیزی رو رفع نکرده و پس زده و حالا داره دوباره به مسابق بختک دوباره ظاهر میشه بر آیندهش، و این مسئله پیش روی فلسفه است. چون فلسفه جنگی با خود دیگه، جنگی با چیزای بیرونی نیست. گفتم فلسفه یک پیوستار زنده درونی. به طور خاص اون مسائلی که من امروز پیش روی فلسفه میبینم، که در واقع به این معنا میشه گفت آینده فلسفه رو رقم خواهند زد، اون جاهایی که فلسفه امروز به انسداد رسیده، سه تا مسئله است. یکی بحران سوژه، یعنی ما سوبژکتیویته رو از دست دادیم. سوبژکتیویته دکارتی که بعد به اوج خودش میرسه به یه شکلی در متفکران دیگه و حالا به هگل به یه شکلی شاید باشه اوج این سوبژکتیویته دکارتی و مدرن، در دوران بعد از نیچه و هایدگر و دیریدا دیگه هیچی ازش نموند. سوژه چیزی به اسم سوژه نموند، سوژه داره نابود میشه و این سوژه باید خودش رو ببینیم چگونه احیا میکنه. یک نکته من خدمتتون بگم، ببینید در تاریخ فلسفه البته باز نام ادعاهایی که من دارم الان صحبت میکنم در موردش میشه اینو انقلت کرد و بحث کرد و نقد هم کرد. در تاریخ فلسفه مثل اصل بقای ماده و انرژی در فیزیک، ما اصل بقای مسئله داریم، اصل بقای مفهوم داریم. مفهومی از بین نمیره در فلسفه، بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. یعنی چون ببینید یه مفهوم، مثلا یه مفهوم ساده، مثلا مفهوم خدا که همه ما آشنایم باشه، مفهوم خدا یه مفهوم نیست که مثلا اینجا باشه بعد من بخوام بهش اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم در مورد این امر انتزاعی صحبت کنیم. مفهوم خدا یک تاریخی داره، یک تراکمی از انرژی ها پشتش جمع شده در طول قرن ها تا رسیده به ما. و به همین دلیل وقتی مثلا یه نفری تو قرن مثلا 20 برمیگره میگه خب من دیگه به خدا اعتقاد ندارم، خیلی چیز خنده داریه. بخاطر اینکه اول سوال بعدی باید بکنه خب اون مفهوم میگه اون نیروها رو کجا خرج میکنه؟ من به خدا اعتقاد ندارم، خب این نیروی که قبلا پشت خدا بود الان میره در مورد انسان ادرش اومانیسم در میاد، میره تو علم ادرش چیز دیگه در میاد. پس مسئله بسیار مهمی که ما با یک سری مفاهیمی سر و کار داریم که این مفاهیم از درون یک رابطه تاریخی با یک تراکم تاریخی درون خودشون حفظ کردن و این تراکم حفظ شده و این تراکم نمیشه با ویترین تغییر جزء عوض کرد. مسئله سوژه هم یکی از این مسائل، مسئله سوژه مسئله بسیار کلیدیه در فلسفه ادبیات فلسفه مطرح بوده، در شکل در دوران مدرن به شکل متفاوتی تبدیل شده و حالا ما الان دوچار بحرانش هستیم. یعنی اون نیروها نیروهای اصلا پاشیده است. در یک معنا میشه گفت دوران پست مدرن دوران اصلا پاشی نیروهاست. شما هر فیلسوفی سراغش میرید داره میپاشونه، نیچه داره میپاشونه، حتی هایدگر که تلاش میکنه به طرح ایجابی از واکاوی انضمامی پرسش از هستی در هستی و زمان برسه، پروژه خودشو با دیستراکشن روشن میکنه، یعنی واچینی حالا ترجمه کرد آقای دکتر هیدری. پروژه اصلی دیدا دیکانستراکشن، ببین همه دارن دیکانستراکشن، همه میخوان بپاشونن این قضیه. و مسئله اصلی و کلیدی، حتی آدورنو مثلا تو سنت هگلی به دیالکتیک منفی میرسه، نگاتیو دیالکتیک، این همه به سمت سلبن، دوران فواپاشی نیروها. یکی از این دشمنان اصلی خصم است که امروز دچار فروپاشی شده، مفهوم سوژه است. این دچار فروپاشی نه به معنای یک حرف نوستالژیکی من بزنم، به خاطر تناقضات درونی خود مفهوم سوژه دکارتی بوده و اون انسداد دوالیزمی که دچارش بوده. یکی دیگه از اون مسائل امر کلی. در طول تاریخ فلسفه بارها و بارها ما شاهد بودیم که امر کلی، دی یونیورسال، بارها دچار تنش شد. یکیش برمیگرده به خود سوفسطائیان که سقراط اصلا شعارش احیای امر کلی بود.
یکی برمیگرده دوران هیوم که کانت دوباره شعارش امر کلی بود، یعنی قانون کلی و ضروری. دوباره دوران رمانتیکای قرن 19 بود که هگل شعارش دوباره احیای امر کلی، یعنی جمله معروفش در مقدمه پدیدارشناسی روح که واقعا پیشانی هگل، یعنی دسوار ایست داسکانس، حقیقت کل است. یعنی دوباره داره نشون میده در مقابل کیا داره میگه حقیقت این کله، این دفاع از اون دی یونیورسال. و بعد از نیچه و امروز هم دوران پسا نیچه ما این کل رو از دست دادیم، امروز هم کلی در کانت، دوران فروپاشی کل. و یک دیگه هم به نظر من احیای، یعنی سه تا گفتم، سه تا قربانی داره، سه تا مسئله داره فلسفه امروز، یکی سوژه است، یکی کلیه، یکی هم یه سری آرمان‌های جهان شموله، یه سری آرمان‌های کلی اجتماعی مدنی که اینم از دست رفته. دلیلم دقیقاً به خاطر از دست رفتن هم دو تا، یعنی هم سوژه از دست رفته هم کلی. من بخوام به زبان سیاسی بگم، هم آزادی از دست رفته هم حقیقت، سوژه و امر کلی، سابجکت و دی یونیورسال، نماد آزادی و حقیقت. و این وسط اون آرمان سوم که از دست رفته مشخصا عدالت، یعنی آرمان‌های جهان شمولی که بتونه توی وضعیت این انسجام رو حفظ کنه. و چنان که در طول تاریخ فلسفه همیشه دوران این شکوفایی رو در این آرمان ها ما میبینیم که خود فلسفه به شکوفایی در مفهوم سوژه، حقیقت و اون عدالت رسیده، اون آرمان مدینه فاضله یا آرمان در واقع تحقق یا آرمانی در عرصه عملی و سیاست و شهر رسیده. ما چون این ستا رو از دست دادیم، به نظرم این ستا بحران اصلی جهان ماست، یعنی همون آزادی، حقیقت و عدالت. دلیلش هم مشخصا متافیزیکیه، پیش از هر چیز. یعنی بحث بر سر نیست که ما عدالت بخوایم داشته باشیم چهار تا مدیر فاسد رو بندازیم زندان، یا یعنی آزادی بخوایم داشته باشیم فضا رو باز کنیم. ما متافیزیکشو نداریم، ما فلسفه اینو نداریم، نه فقط ما، جهان نداره. جهان امروز دچار انسداد وضعیت، و به همین دلیل اگر بخوایم در مورد آینده فلسفه صحبت کنیم، اگه فلسفه قرار باشه آینده ای داشته باشه که ما دیدیم به چه معنا میتونه داشته باشه، آینده فلسفه احیای دوباره این آرمان هست، بازندیشی به این آرمان در ساعت متافیزیک، تا بعدن شاید بتوان در ساعت فیزیک، در ساعت سیاست، در ساعت جامعه، در ساعت هنر، در ساعت اقتصاد، در ساعت فرهنگ به طور کلی به اینا اندیشید و اینا رو دوباره احیا کرد. امروزی که مشکلات ما اینه که این راهکار فلسفی برای این مسائل نداره، واسه همین هی در واقع جهان امروز جهان چرخیدن دور خودشه، برای اینکه بتونه اینا رو جابجا کنه و بتونه اون صورت مسئله اصلی و مواجهه خودش با این مسئله کلیدی خودش رو، یعنی سقوط خودش رو ازش از خودش مخفی کنه با تغییر دادن ویترین ها. پس این چیزی که به نظرم میشه در مورد آینده فلسفه در مورد صحبت کرد. شاید همونجوری که خدمتتون اول جلسه گفتم، من چیزی در مورد آینده نتونم بگم چون پیشگو نیستم، ولی این آینده در واقع به بیان دیگه میشه گفت بیش از آن که شاید، یا در کنار آن که به موازات آن که اینها آینده فلسفه‌اند، در واقع رسالت فلسفه، رسالت فلسفه خوندهان، رسالت فیلسوفان، رسالت اهل فلسفه هم هستن در ایران. به هر حال ببخشید من مصدده شدم و در واقع به حوزه‌های مختلفی بحثم یه مقدار پراکنده بود، ولی به هر حال به نظرم با توجه به اختصاصی جلسه و اینا این چیزی بود که میتونستم خدمتتون ارائه بدم. بسیار ممنون. پس میخواید شما دوستان بیان مطالبشون رو، ما از دل مطالب شما سوال رو جواب بدیم یا دونه دونه همه جمع بشیم؟ میخوان سوال رو جواب بدیم جداگانه؟ آه بسیار خوب. ببینید به هر حال اینو میشه در مورد صحبت کرد مفصل، یه صحبت الان هم نیست، خیلی مختصر بخوام چند دقیقه بخوام مثلا چند دقیقه در مورد صحبت. اما این نکته خدمتتون بگم، ببینید این خودشی اسطوره است،
امروز یکی از بزرگترین اسطوره های ما، یکی از بزرگترین ایدئولوژی های غالب بر ذهن ما، حالا به ویژه ماها که اینجا در واقع کشور ما و جامعه ما، جامعه های شبیه ما، اسطوره علم. یعنی اتفاقا اسطوره علم امروز ما رو دچار انسداد میکنه، نه فلسفه، نه دین، نه چیزای دیگه، علمه. چراشون میگه من دارم کار درست رو انجام میدم. ببینید فلسفه هزار تا معیار داره، 100 تا صاحب داره، هیچ کدوم هم دیگه قبول ندارم، ولی علمو ببینید چقدر داره پیشرفت میکنه. فرض اینو از بچگی تو مدکله بچهای ما میکنه، از علوم تجربی یه تصوری تو ما تو ذهن ما هست که آره علم یعنی یه چیزی که پیشرفت میکنه، یه روزی هم آخرش هپی لیور افتر، آخرش هم خوشبخت میشی، ما همه جهان رو میتونیم بشناسیم. این تصوری که از علم، این تصوری که از علم در قرن 17 و یک مقدارش هم قرن 18 شکل گرفت، امروز دیگه به این خرافات یا اسطوره غالب بدل شده. امروز دیگه اینا نقد شده. تامس کوهن با نظریه پارادایما نشون داد که اصلا اینا همه شوخیه. ببینید چرا این اتفاق میفته؟ دقیقاً به خاطر همون هراس. این هراس میتونه آگاهانه نباشه. ما در قرن 17 یعنی فرانسیس بیکن، یعنی تامس هابز، دوچار یه خوشبینی خیلی عجیب و غریبی شدیم که آقا ما تا حالا داشتیم اشتباه می‌رفتیم با فلسفه‌های یونان و با دین مسیحیت قرون وسطا و اینا، ما به خطا رفتیم. الان تازه راه حقیقت پیدا کردیم، الان فهمیدیم راه شناخت ما، شناخت جهان توسط ما، نه شناخت عالم مسل در افلاطون، نه شناخت صور علم الهی مثلا در مسیحیت یا چیز دیگه است، بلکه مشاهده، آزمایش، آزمودن و آزمایشگاه و این جور چیزاست از طریق استقرا و چیزای دیگه. خب این خوشبینی وجود داشت. خود فرانسیس بیکن تو همون نوارقلون میگه، میگه روزگار هنوز جوان است، چند قرن دیگر به ما فرصت بدهید ما بر همه چیز مسلط خواهیم شد. یعنی میگه ما اشتباه رفتیم، دو سه قرن بدین تمومه، یعنی ما گرفتیم علم کل سیاره رو میشناسه و ما همه چیز غلبه خواهیم کرد. قرن 18 گذشت، قرن 19 گذشت، الان قرن 20. الان واقعا شما میتونید به من بگید اینجا بشینید ببین کار کرده علم کار کرده مثبتی بوده؟ الان میتونید بگید علم ما رو خوشبخت کرده؟ شما میتونید بگید رضایت برای انسان سعادت برای انسان فراهم کرده؟ نه. علم داره حرکت خودش رو میکنه، یه حرکتی که در درون خودش هم علم هم تناقضاتی داره، نبردهایی بین همین فیزیک کوانتومیا، چقدر پشت درهای کرسی‌های فیزیک نیوتنی‌ها وایسادن، درگیر شدن، بحثای شکلی تا اینا وارد بشن، اصلا اینا جزء علم قبول کنن. میخوام اینو بگم که اون سرخوشی علم قرن 17 امروز به سرخوردگی تبدیل شده و نتیجه اون سرخوردگی اتفاقاً بحران پست مدرنه که ما الان دچارش هستیم، یعنی معیارها به چالش کشیده شد. ولی همچنان ویترین برای ما حفظ شده اینکه علم داره پیشرفت. من میتونم الان باز میگم یه نیم ساعت در مورد نقدام به پیشرفت علم صحبت کنم. علم نمیتونه پیشرفت کنه چون زبانش ام مسدوده، زبانش الکنه، یعنی خود ریاضیات، ریاضیات امروز دچار بحرانه. و همچنین خود علم به اون معنای علم تجربی که در واقع این طرفداران رو کردم سعی کردم براش یه فلسفه یه خیلی شیک کنم به اسم پوزیتیویسم یا فلسفه علم تجربی براش بسازن که درون دچار فروپاشی شد و نسل‌های متأخر خودشون هم به نقدش رسیدن و قضیه رو فرهنگی تاریخی کردن و اینا. میخوام بگم که این یه مقدار خوشبینانه از قضیه، ولی باز میگم بس 5 دقیقه 10 دقیقه نیست، قطعا بس خیلی مفصل خواهد. یه توضیح هم در مورد معنی که اسطوره داریم، یعنی اصلا یه انگار معنی که اسطوره معنوش از دست داد، همه چیز اسطوره تلقی کرده. بله، به هر حال هر کس میتونه، بله من گفتم هر داستان، هر روایتی که در مورد جهان به دست بدیم ما اسطوره است. اسطوره به این معنی، حال دارم میگم دیگه، اسطوره به معنی که هر روایتی در مورد جهان به دست بدیم این ما رو در ساعت اسطوره شناسی میبره. خب ما تلاش میکنیم که این روایت رو عقلانی کنیم، درسته؟ توسط چی؟ توسط نهادهای عقلانی ساز، یکیش فلسفه است، یکیش علم و چیزهای دیگه، هر چیزی که بتونیم بشناسیم مثل سوشیولوژی، سایکولوژی، لوجی، همینا لوگوسه، ساعت لوگوسه دیگه، اینا رو آوردیم در ساعت لوگوس بتونیم تبیین عقلانی ازشون بدیم. حالا اون تبیین عقلانی که ارائه میشه آیا تبیین نهاییه؟ قطعا نه، تناقضاتی داره، چون تناقضاتی داره بچه اسطوره‌ای دوباره خودش رو برملا میکنه. باز متفکران بعدی میان میگن این اسطوره است، افلاطون دیگران نقد میکرده میگفته اینا شعر میگن، من فلسفه میگم. ارسطو میاد میگه کل بحثای افلاطون در مورد رابطه بین این جهان و مسل شاعرانه است. بعد الان در مورد ارسطو چی میگن؟ ببینید همین دیگه، هر کدوم نظام فلسفی رو میدن و بعد اسطوره. این فقط در فلسفه هم نیست، در دین هم همینجوری، در هر حوزه دیگه هم همینجوری است. میشه نشون داد اسطوره های علمی رو، فرق بر سر همون هراس، یعنی عدم، یعنی تفاوت علم و فلسفه در این که فلسفه متشتت و علم به ظاهر ثابت و در یک راستا عمل میکنه، تفاوت در این است که علم با عناصر متافیزیکی برسازندی خودش مواجه نمیشه. چرا؟ چون این مواجه بشه تشتت پیش میاد و با اون اسطوره ها برملا میشه. حتی علم هم میگم من علم تاش قرن 19 ام الان امروز که علم خیلی پیشرفت کرده، واقعا دیگه برداشت های سطحی هم که ما داریم از علم نیستش. تعریف کردیم فلسفه رو به عنوان علم،
ببین عقلی اصلا وجود نداره. من به شما بگم ببین عقلی اصلا وجود، من فلسفه به معنی خود عقلی اصلا، عقلی جایی نیست که ما عقلانی صحبت کنیم. عقل یه چیز مستقل نیست از اسطوره. عقل یعنی تلاش برای منسجم سازی اسطوره. اسطوره به شما میدن، شما منسجمش میخوای بکن، اینو به اون ربط بدیم. با همین دلیل گفتم دین همواره اول با فلسفه دشمنه، بعد یواش یواش مجبور میشه بیا سراغ فلسفه، بخواد منسجم جلوه بده خودشو، چه بشه کلامی چه بشه برای غیر دینداران، برای اینکه قانع کنه. بله واقعیت یعنی اینکه شما با چه منظری، با چه اسطوره‌ای، با چه اینا که به جهان نگاه کنید، برای شما واقعیت اون دیگه. من البته میتونم امروز در مورد ایدالیسم هگل در موردش با شما صحبت کنم کلی. بفهم اسطوره میشه. بله شده دیگه. بله نداریم دیگه. بله حالا من میخوام اینجوری به قضیه نگاه کنم که شما اسطوره ها رو بر اساس رفت ساماندهی میکنیم، مستقیم سازی میکنیم، ابزار کنید چیزی برای من مفهومه. یعنی شما وقتی وارد حوزه لوگوس میشین با مفهوم ها، این مفهوم هاست که به شما یه سامان کلی میدن که ما در دیدیم اون ساختار مفهومی در حیرت سمی کنیم اسطوره ها رو عقلانی سازی کنیم. حالا اون اسطوره های عقلانی سازی شده، عقلانی شده در چارچوب مفهوم ها که به عنوان ابزار عقلانی ما و شما هست، چطور میشه که این امر که خودش در اون لحظه در ذات خودش یک امر عقلانیه، یعنی مفهومه، مفهومی که عقل ساخته و پرداخته، شما در یک مرحله بعدی دوباره خود اینو قلم به وزدایی میکنی ازش، بله، این مفهوم عقلانی تبدیل میشه به یک امر ناعقلانی. بله بسیار خوب، میدونم شما جواب خودتون رو دادین. به خاطرش به خاطر اون مفهومه از پیش عقلانی نبوده. اصلا مفهوم لوگوس، ببینید عقل، لوگوس، مفهوم، اینا یه چیزی از ذات وقت میبینید دیگه، این مفهومه یعنی ذاتن یه امر عقلانی است. بله مفهوم قاره میشه در یک دوره خاص همراه قاره میکنیم، خود ما قاره شدیم در دوره بعدی تاریخی. بله چرا شو برداشت. ببینید یه نکته خدمتتون بگم، باز شما میخوای یه لنگری رو حفظ کنی، من به این لنگر قائل نیستم. یه لنگری رو در مورد هم مفهوم، لوگوس، عقل، یه چیز مستقل از خود فرآیند اسطوره. هیچ کدوم از اینا مستقل از فرآیند اسطوره سازی نیستن. حالا الان فرصت شما بشین دیالکتیک روشنگری آدورنو هورکهایمر رو بخون. کل ایدهش همینه، میگه از اول از ادیسه هومر شروع میکنه تا امروز، میگه همه فرآیند اسطوره سازی. این حرف منم نیست، حرف ایشونه. اونجا البته خب تحلیلش قطعا خب خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر از من. ببینید میخواد اینو بگه، هیچ چیزی خارج از تاریخ یا اسطوره، شکل اسطوره سازی و داستان سرای انسان‌ها نیست. حتی اگه مفاهیم هم شکل گرفته، مفاهیم هم تو بستر شکل گرفتن، یعنی تو اون بستر برای اون انسان‌ها اون مفاهیم عقلانی به نظر رسیده. الان شما یک استدلالی در مورد اثبات وجود خداوند، شما فلسفه می‌خونید، آره، الان من برهان نظم برای شما بیارم، شما نمیتونید قبول کنید، چون برهان نظم بنا ضعیفیه دیگه، میگم اصلا به خدا نمیرسه. ولی برای مثلا پدر شما، پدر من، بگن آقا برهان نظم ایشون قانع میشه، به نظرشون کاملا عقلانی ها، ولی به نظر من شما عقلانی نیست. این ربطی آیا در مورد اینکه عقل چیز نه، این به خاطر اینکه هر کدوم توی اسطوره های خودشون میاندیشن، بس فرآیند منسجم سازی و عقلانی سازی در چارچوب اسطوره است. حالا اتفاقا من ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره این قضیه، ما حالا در یک سخنرانی نیم ساعت 40 دقیقه سعی کردم ایده رو فقط بس بدیم، ولی میخوام بگم که هیچ چیز لنگر سفت و سختی در تاریخ وجود نداره که اون چنگ بزنه. تاریخ فرآیند اسطوره هاست. من بحران وضعیت امروزمون گفتم، این بحران امروز ماست. یعنی توی من 200 سال پیش اینجا با شما صحبت می‌کردم اینا رو نمی‌گفتم، یه بحران های دیگری داشتیم اون موقع. ببینید شما حکم می‌کنید که بحران خط بحران کلی داریم. بله من جواب شما اجازه بدیم با کانت بدم. اینو این نکته بازی رو من می‌رسن به خدمت شما رو بکنم. دو شما گفتید که علم ریاضیات کار خودشون می‌کنه، یعنی من که شاید تنش هستم به زمان فیلسوف چی می‌خواین عمل بکنیم، چی می‌خواین عمل نکنیم، فیزیکدان، ریاضیدان، فیزیولوژیست، اینا همه
واقعا الان فیزیکدان داره کار خودشون میکنه. یعنی اگه بحث‌های فلسفی ماکس پلانک و عدم قطعیت هایزنبرگ و نمیدونم این بحثا نبود، اصلا فیزیک کار خودشون میکرد؟ اینو فلسفه است. بله. اگر در دیالوگ با هم دیگه، در ارتباط با هم دیگه باشه، در یک شبکه پیچیده که هم دارون سعی میکنه در حیطه فعالیت و خودش حوزه مطالعات بیولوژی خودش به یک سری خلاقیت ها و آفرینشگرهایی دست بزنه. و من که در جایگاه فلسفه قرار دارم، فلسفه یعنی به این معنی که وظیفه خودم رو خلق و آفرینش مفهوم های منسجم کننده بدانم، کما اینکه مثلا خلق وظیفه علم را سمت ایده های علمی، هنر و ایده های هنری. خب یک عالم، یک اندیشمند، یک هنرمند برای این کار میکنه. من فیکس و فرق این کار نمیکنم. چطور بگیم که پایان فلسفه قابل تصور نیست؟ فلسفه در جهان معاصر هیچ مفهوم کلی را که سامان بهی بکنه، یعنی همه این موضوع ها رو با هم دیگه نصب کنه در یک شبکه تقریبا منتجه. بسیار خب، بذار من جواب شما رو بدم. این دو تا نکته الان بعد من جواب میدم، بعد دیگه هر سوال بعدی رو از آقای دکتر بپرسین، ایشون آوانس برایشون قائل شدین، هر چی هست. بسیار خوب، از ایشون استفاده کن. دو تا نکته. اولا در مورد این بخش آخر که فرمودین، واقعا امروز فلسفه فیلسوف امروز کیه؟ بگیم دیریدا. دیریدا با ادب، در مورد ادبیات حرف میزنه، یا در مورد هنر حرف میزنه، یا در مورد اقتصاد حرف میزنه، یا سیاست حرف میزنه، یا فیزیک، همشو داره حرف میزنه. الان فلسفه اتفاقا همین کار داره میکنه. تو فلسفه از فرط شبکه‌ای شدن از درون داره منفجر میشه یا تویی شده. یعنی فلسفه ما امروز به تنها چیزی که نمیپرزه متافیزیکه. اینا همه دشمن متافیزیکن. هایدگر، دیریدا، نام دولوز، فلان، خود نیچه. تو در مورد هر چیزی غیر از متافیزیک دارن حرف میزنن و اتفاقا اینا یه متافیزیک جدید دارن میسازن که ما میدونیم متافیزیکه، ولی اون دوران متافیزیک سلبیه، این یه قرن و نیمه اخیر که نمونه‌هاش هم در طول تاریخ داشتیم. اولین بار نیست که ما دچار بحران‌ها شدیم. این نکته در موردش این فرمودید که در حال یک تکیه‌گاهی باید باشه، یک عقلی باید باشه که این عقل بشه باید پشتوانه‌اش یه چیزی رو نقد کرد یا حتی تشخیص بحران داد. حرف دقیقیه. اما ببین، بعد از فلسفه نقادی کانت ما با یک رویکرد دیگری طرفیم. ببین فلسفه نقادی کانت به چه دلیل ما بهش میگیم کریتیکال فلسفی یا نه فلسفه نقادی؟ به خاطر که داره نقد میکنه. چی رو نقد میکنه؟ عقل رو. نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد قوه حکم. عقل رو با چی نقد میکنه؟ با عقل نقد میکنه. بستر نقدش چیه؟ عقله. ببینید این وضعیت ماست. یعنی ما عقل رو نقد میکنیم با خود عقل. عقل برای کانت با خود عقل هم تبدیل میشه به قاضی، هم هیئت منصفه، هم مجرم، هم متهم، هم نمیدونم مأمور دم در، هر چیزی که هست. از عقل بیرون نمیتونیم بریم. هیچ دستاویزی غیر از عقل. قبلا مثلا کیهگور میاد عقل رو نقد میکنه، یا مثلا قبل از کیهگور حتی رمانتیکای قرن 17 18 19 عقل رو نقد میکنن، جاش شهود عرفانی دارن، جاش وحی دارن، یا هر چیز دیگه شبیه. فلسفه نقادی چیزی غیر از خود عقل نداره به مثابه دستاویز، اما خود همون دستاویزشو داره نقد میکنه. این دشواری فلسفه در جهان امروز بی تردید. این وضعیت رو فیلسوفان پست مدرن دارن، به ویژه حالا من دیریدا رو اشاره میکنم به خاطر که بزرگترین فیلسوف پست مدرن دوران ماست و صادق ترینشون هم است. یعنی داره خود همون جایی که ایستاده رو نقد میکنه. چرا نمیشه؟ داره میشه دیگه. چرا این به این وضعیت ما رسیدیم؟ چون هیچ معیار ثابتی نداریم به چنگ بزنیم این دوره. منم معتقدم، به حال من موزم هگلیه، من موزم در واقع از موزه پست مدرن با شما صحبت نمی کنم. دغدغه من امر کلیه. دغدغه من که جایی به چنگ بزنیم. البته دوشان تفاهم نیستم یک جای مطلقی حاصل میشه. ولی دغدغه من اینه که تو این دوران باید جای کلی زمان خودمون رو بسازیم. البته هنوز نساختیم. امیدوارم یه روزی ساخته بشه که در حد امید دیگه. بسیار خیلی دوست دارم شما. نظر من هم دیگه در واقع میخواب از این گذر داره که این یه ترشی، یه گسست رو داره میبینید. شما باید یک کار چند بزنید، ولی در واقع میبینید این کار دیگه بزید نداره. یا رو خود میشه کنید به اون بطان کلیه دیگه رفته شما. حالا شما باید جریش بگنید پایان فلسفه که در واقع میگه میگه آغاز یک دوران جدیدی که قبل از خودش گسست داره یا نه این ادامه همون واقعه. این فلسفه همیشه داره خودش رو بروز میکنه، بطرانش داخلش میکنه، حض میکنه در واقع یا به صورت دیالکتیکی میاره خودش رو بارده یا نه. واقعا اون دوران تموم شده، یعنی اصلا دیالکتیک هم تموم شده. اما در این منظره یه دوران جدید میدید میگم رو بشنید که آقای پروسه شما نیچه رو در واقع بخواهم یه کتاری رو بشنید یا نه هنوز برگشت هاش به هنگه نیست. پروسه به نظرم داده همین فایده که نظرم این جنبای بینه
این رو کرد این پوزمونه ها رو بیشتر هم دیدار که فنگیت نیزم ما این گسسته رو داریم دیدیم که اون نرش ما چیز جدیدی می کنیم حالا دیگه نمیشه هم فلسفه هست یعنی واقعا پایان فلسفه هست یا نه واقعا فلسفه از پایان نداره که همیشه آغاز جدید هست اونا رو تحبیل می کنم اینکه ما آغاز پیروسی رو داریم می گیریم در واقع یا آغاز دیالکتیک جدید کدومشه؟ اینو میشه که نظر خودتون بفهمید ببینید اجالتاً بذارید ما از کلمه فلسفه صرف نظر کنیم من کلمه متافیزیک رو بذارم چون فلسفه یه مقدار توضیح میخواد که بگم چرا هایدگر اول با متافیزیک خودش رو رو در رو میبینه بعد با فلسفه رو در این یه توضیح مضافی میخواد ما هنوز این قسمت رو فعلا مشکل داریم که خورده بیشتر ببریم جلو ببینید از نظر هایدگر همین اتفاقی که داره رخ میده یعنی این که شما بخواید امر مبهم رو پیش رو بیارید ببینید از یه مثال خدمت شما یه مثال بزنیم از بینایی و شنوایی ما چیزی رو که نتونیم ببینیم و بشنویم معمولا هیچ ابهامی برای ما باقی میمونه در مورد اون چیز در این حال ما میدونیم که هست اما هنوز نمیدونیم که چقدر هست چطور هست مثلا یه صدای از بیرون اتاق میاد وقتی که ما احساس بکنیم لازم او رو بهتر بشناسیم صدایی که بیرون اتاق رو میخواییم بهتر بشناسیم باید اون رو پیش روی خودمون بیاریم رو در روی خودمون ببینیم و حالا بتونیم بر او به یه نحوی میشوف بر او بتونیم فائق بیاییم بر او فائق به نظر من اون چه که نیچه یه شکل فهمیده و به نظر من هایدگر کاملتر و بهتر فهمیده اینه که ما دچار یعنی تفکر انسان از عصر باستان دچار یک عدم تعادل شده که در این عدم تعادل اون چیزی رو که میخواد حاضر بکنه پیش روی خودش و ببینه و فائق بیاد برش در این شناختن قلبه داده به اون چیزی که باید ابتدا نمیتونه ببینه ببینید ما تو همون بحث لوگوس که مثلا لوگوس که هراکلیتوس داره میگه اون لوگوسیست که برای ما پیام داره خب پیام رو ما میبینیم یا میشنویم ما لوگوسی که در هراکلیتوس داره برمیشه لوگوسی که برای ما گفته میشه اتفاقی که داره در تاریخ فلسفه میفته اینه که شما چیزها رو از وضع شنیدنی که طبعا نوعی خصلت استعاری هم خواهند داشت سعی میکنید یعنی وضع جدید پیدا میکنید تو این وضع جدید میگید من این کفه شنیدنی ها کفه استعاری ها کفه مبهم ها رو سبک میکنم و از امروز دیگه میارم پیش روی خودم و کفه دیدنی ها کفه فائق آمدنی ها کفه روشن کردن ها رو بر خودم به اصطلاح اولویت میدم دقت بکنه که فقط انتخاب بر سر این نیست که ما یه چیزی رو بخوایم حذف بکنیم این ادعا رو کسی نکرد اما آغاز فلسفه رو اگر به ویژه در افلاطون در رساله جمهوری افلاطون دیده این مطلب که عرض کردم کاملا عیانه یعنی افلاطون دغدغش اینه که وقتی داره اسطوره ها رو داره نقد میکنه اونجا داره میگه که یکی از مشکلاتی که با اونها داره که اسطوره ها قراردادهایی هستن مبهم و علارم کلی اصلا یه چیز دو جمله کوچیک میاره که اصلا میگه که اعتراف میکنه که در اسطوره ها حقیقتی هست اما میگه این حقیقت خامه کاله حالا آی دکتر بودن میگفتن دیالکتیکی نیاز داره تا مثلا ترفیع پیدا کنه یا هرچی خب این اتفاق رو ما معتقدیم یک اتفاق تاریخی است یعنی وقتی میگیم این فلسفه بچهش امروز اینجا تو علم داره متولد میشه و این بچه داره ناخلف میشه و این بچه داره پدر خودش رو نفی میکنه به این خاطر که همون طور که فلسفه میگفت اسطوره یا شنیدنی ها یا استعاره ها مبهمن و ما باید به شکل فعالانه وارد بشیم تا اونها رو از دایره ابهام خارج کنیم نقد کنیم که نقد خودش همین رویکرد فعالانه بالغانه تخاصمی و رو به سمت فاق آمدنه
همون نگاه رو، همون بلا رو علم امروز داره سر ما میاره، یعنی همون کار رو داره علم ها میکنه. این کلمه ترس رو دکتر گفتن خیلی خوب. ببینید علم هم فلسفه هم از همون نقطه تو ما، ترس ما از نقطه مبهم چیه؟ از اون تاریکی هاشه دیگه. دارین تاریک و روشن که روزو دیگه مثلا اتاق باشه نصفش تاریک باشه، ما دوست نداریم بریم نصف تاریکش، مبهمه برامون چیه. خب همون فلسفه میخواد اسطوره رو روشن کنه، همون کار رو هم چون میترسیم از تاریکی، میترسیم از پایان فلسفه. یعنی که همین یکی ساختی هم برای من، همین فلسفه هایی که من هم ساختی در واقع یک تلمات بوده تو در واقع تلقا اون هایی واقعیت من تعریفه. آیا این دورش تموم دیگه نشده؟ یعنی ما بتونیم یه چیزهایی رو بسازیم و تلقا اون بگیم و کل سوگه نمیدونم ادارت بسازیم و بگیم حالا ببین اینا واقعیت رو این بسن. خب نه فلسفه یعنی اول دوره حتی ساختن اینها هم تموم شده. نه 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 من دارم همون کارو میکنم همیشه. حالا یه روز اسمشو میذارم در واقع پایان فلسفه هایدگر. یعنی چی پایان فلسفه؟ چی هایدگر داره کدوم رو میره؟ داره اصلا اینطور نیست. نه هایدگر هیچ هایپر رئالیتی نمیبینه. حالا علارغم که حالا بعضیا تو نقد نه نه خب نیستی چیه؟ برای چی نیستی رو به کار نه؟ برای اینکه بگی ما ببینید، برای اینکه هایدگر داره میگه که ببینید یه مثلا فرض کن یک محفظه کاملا تاریکی رو فرض کن، اتاق که هیچ نور نداره، یه نور افکنی رو فرض کن که یک نور رو از یه پرتوهای رو پخش میکنه و یک زاویه رو روشن میکنه. از نظر هایدگر انسان در یک چنین وضعی قرار داره، یعنی در یک وضع روشنایی قرار میگیره که این وضع روشنایی به لحاظ تاریخی ثابت نیست. خب اون تاریکی چیه؟ تلاش فلسفه کلاسیک این بوده که بر اون تاریکی فائق بیاد. نیچه میگه که ما وقتی خب تاریکی بله دیدن نه متوجهش میتونیم بشیم از این لحاظ که نور هست، از این لحاظ که نور هست و نور از بین میره میتونیم بفهمیم که تاریکی هست، اما نمیتونیم بفهمیم که نمیتونیم بر تاریکی فائق بیاریم غلبه کنیم. نیچه میگه که ما وقتی میتونیم امیدوار باشیم که بر چین بر نفرت غلبه کنیم و نفرت رو کنیم. نفرت چیه؟ نفرت از زمانه. یعنی قبلش میدونه نفرت از زمان. این جملات خیلی مورد علاقه هایدگر قرار میگه. چرا من حالا شعر دیگه ما باید خیلی تلاش کنیم تا بفهمیم نیچه، شاید بتونیم یه مقدار بفهمیم که نیچه چی گفته. از نظر هایدگر نیچه داره نگاه سنت فلسفی غرب به زمان رو داره نقد میکنه. یعنی میگه که این نگاه حتی در هوسترل هم باقی میمونه، این نگاه که شما میتونید فائق بیاید بر زمان، با این نگاه شما نمیتونید به آینده امیدی داشته باشید و این نگاه چینورزانه شما دارید با خودتون دشمنی میکنید. هایدگر بخواد بگه میگه دارید با وجود دشمنی میکنید، چون وجود انسان وجودی نیست که بتونه بر کل فائق بیاد و اصلا و اون زبانی که حالا یه مقدار از اون پایان متافیزیک وارد پایان فلسفه بشم. هایدگر ببینید یک فیلسوف بود و تا پایان هم یک فیلسوف بود، یعنی تا آخر عمر یک فیلسوف باقی موند و اصلا حرفش این نبود که ما باید مثلا سنت فلسفی رو نمیدونم تعطیل کنیم، از فردا مثلا به جای فلسفه دیوان حافظ مثلا باز کنیم شرق. نه، هایدگر حرفش این بود که این سنتی که الان در اکنون ما به فعلیت رسیده، خب به تنهایی توان این رو نداره که اون تفکر پرسشگرانه که ابتدای کلام شما دکتر اردویل گفتن، یعنی پرسش یکی از مهمترین ممیزات انسان از سایر موجودات و به همین خاطر که ما متغیریم و همین خاطر که ما تاریخ داریم، چون پرسش میکنیم و پرسش تخریب میکنیم و دوباره با پاسخی که برای اون پرسش میاد چیزی میسازیم. هایدگر میگه که این ادبیات فلسفی، با این ادبیات فلسفی دیگه نمیشه بر وضع بر مخروبه کنونی فائق اومد. قبلا میگفت که این ادبیات فلسفی باید غنی بشه تا بر این مخروبه فائق بیاد. از یک دوره بعد احساس میکنه این ادبیات باید بهش قلمه‌هایی بخوره. نه
ببینید اصلا نمیخواد بذاره کنار، میخواد بری چه فلسفه، میخواد بری اهل فلسفه باید از توجهشون رو از ادبیات متجسد کنونی فلسفه معطوف کنن به پرسش‌های اولیه فلسفه. خب هایدگر معتقده به هر حال دوره جدید برای انسان رو خواهد داد. حالا یا خیلی من میخوام چه تعدیلش کنم، انقلاب این دوگانتون میخورده نه آره نه خب از نظر اینطور نیست، شما از سنت بتونید کامل بیاید بیرون. خب نه همین یه مشکلی هست که هایدگر میدونید از اردوگاه فیلسوفان کلاسیک مورد حمله است، هم از اردوگاه فیلسوفان پست مدرن. در این چیزی نیست که بشه از هایدگر جدا کرد. هایدگر همزمان معتقده که شما نمیتونید از سنت کناره گیری کنید، چون سنت در شما حضور داره. سنت کتاب و دفتر و میز و صندلی ما نیست که من بتونم بندازمش، در فکر من حضور داره. و در این حال که حضور داره، در این حال شما از گسست ها هم نمیتونید فرار بکنید. یعنی گسست ها هم در طی تاریخ رخ داده و همین که معتقده امروز ما رویاروی یک گسست هستیم که باید به استقبالش بریم البته و اون رو پذیرا بشیم، و اون گسست است که دیگه با کل تاریخ سنت فلسفی ما رو رو در رو میکنه. سنت جرس جرم ما طور خلاصه میتونیم اینطور تعبیر کنیم ازش که سنتی که سعی میکنه ما رو، سعی میکنه جنبه دیدنی ها، جنبه پیش رو آوردن رو غلبه بده بر جنبه به انتظار نشستن، جنبه فعالانه رو غلبه بده بر جنبه انفعال. ببین از همین فیمینیست ها استفاده میکنن، یعنی از همین برخی از فیمینیست ها از همین نوع ادبیات استفاده میکنن در نقد نگاه مردسالارانه. و اصلا شما ببینید تو ادبیات ما اصلا انفعال یه چیز منفوره، همه جا اگه بگن یه نفر خانه نشین منزوی همه بعدمون میاد از اون فرق. در واقع هایدگر حالا البته میخوام حالا اینو تعمیم بدم به صحات متعارف زندگی ها، اون بحث دیگه است، در تفکر دارم عرض میکنم. هایدگر احساس میکنه یه این دو کفه ترازوی ما نامتعادله، کفه انفعالش از بین رفته، ما کفه انفعال رو باید برگردونیم سر جاش تا کفه فعالانه بودن ما هم جای خودش رو پیدا بکنه. و اون الان چون کفه انفعال رفته، ما شدیم موجوداتی به شدت انرژیک، هممون تکنسیانیم، هممون فعال سیاسی هستیم، مثلا اساتید فلسفه مثلا میان توی ستادها رئیس ستاد میشن، میان مثلا نماینده مجلس میشن. یعنی ما از غرب، ما از غرب سیاسی ترم، یعنی تو غرب ممکنه این استاد فلسفه ندونه حالا چند تا حزب اصلا هستن توش. ما اساتید فلسفه میان رئیس حزب میشن، رئیس ستاد میشن، نماینده مجلس میشن، وزیر میشن. خب این ما کاملا این انرژیک بودن اتفاقا نشون اون نیهیلیست که هایدگر داره میگه در کشورهای مثل ما اتفاقا اینجوری نیست که کمتر باشه، چه بسا بیشتر باشه. برخلاف اون چیزی که شاید خیلی همون فکر میکنیم که ما مثلا بهتریم و فلان، اصلا اون چرا؟ چون لااقل اون یه مقدار درگیریش بیشتره و وقتی بهش بدید نهیلیس یه مقدار بهتر میتونه وضع رو بفهم. همین بحث مهندسی که مثلا فهمنا این نگاه مهندسی که ما اصلا کشور ما هم اینطور بوده، یعنی سید حسین نصر خاطراتش رو بخونید با شاه، میگه اصلا شاه متنفر بود از این که اسم منو به عنوان فیلسوف، میگفت آفرین متخصص دانشگاه چی اسمش؟ نه اون دانشگاه مشهور MIT منو به عنوان فارغ التحصیل MIT میپسند، و به خاطر اون میگفت من علاقه داشت، منو راه داد توی دربار. جایی میگفت به این فارغ التحصیل. خب نگاه کن اون خواهن خدا وکیلی اون نگاه همین الان در ما حضور داره یا نه توش؟ اینان ما هم همین نگاه رو داریم، همچنان ما نگاهمون تکنسیانی هم، ما اقتصاددان ها قلمه میشن به کار ما، یعنی اقتصاد ما و زندگی ما در طی بعد از انقلاب به واسطه همین تکنسیان ها جلو رفته، مهندس ها ساختن، همین بوده ما هم زندگی ما. چی؟ نه ایدئولوژی ما مهندسی جدید بیاره، نه دعوای مهندسا است، اصلا دعوای من و شما نیست. آره دعوای تکنوکرات هاست اینجا، اینجا الان بالا بود تکنوکرات. اصلا نه ما وضع ایدئولوژیک داریم اما ایدئولوژی نداریم.
یعنی ما اینو دارم می نویسم اونو گفتم دیگه، ما وضعمون ایدئولوژی چه بدون ایدئولوژیه، با البته الهام از کانت اینو گفتم، یعنی ما برخوردامون ایدئولوژی چسب با هم، اما ایدئولوژی نه اسلامگراها ایدئولوژی دارن، نه چپ ها ایدئولوژی واقعا چپ دارن، نه راست ها ایدئولوژی راست دارن، نه ناسیونالیست ها. ببینید از اینجا که وقتی ممکنه برای اینکه میگم هست، اینجا نیست که برای عامه مردم به شکل برای همه انسان ها بل امکان هست، منتها برای عامه مردم معمولا امر رازآلود خودش رو نشان نمیده، چون عرض کردم یه عده علاقه دارن برن گوشه تاریک اتاق، گوشه تاریک اتاق چیزی دیده نمیشه، یه انسان عاقل نمیره همون مثلش فهمن دمه پدران ما، راست میگن خب آدم عاقل نمید برسه فلسفه چه آدم، ولی خب یه عده پیدا میشن که براشون فلسفه من منظورم این نیست، حالا هر کسی میاد وارد رشته فلسفه، خیلی هم فلسفه جنبه اشتغال داره یا کمک‌کار علم برای بعضی فلسفه، اونا رو نمیگم، فلسفه ای که توجه داره به ناپیداها و میخواد مبانی که معمولا یا بنیادهایی که معمولا دیده نمیشه و خب اما به یه نحوی به هیچ نحو نادیدنی حضور داره، اگر اونها نباشند دیدنی ها و اون چیزهایی که عیان هستن نمیتونن باشن، یعنی اون همون مهندس نمیدونم همون پزشکی جدید که برای خودش ماجرایی است، همه این ماجراهای جدید که در عالم مدرن رخ داده اگر تفکر مدرن نباشه نمیتونه باشه، تفکر محاسبه گرانه باشه نمیتونه، اون نمیتونن اونها باشن، اونها هستن چون اما شما جرأت دارید از اونها بپرسید چرا با معمولا با عصبانیت و پرخاش برخورد میکنن با ما، اگر حالا من که معمولا گفتگو نمیکنم، مدت هاست که گفتگو نمیکنم با این افراد، ولی شما برید امتحان کنید با یه مهندس با یه پزشک با یه حتی برخی جامعه شناسان برید گفتگو بکنید، برخورد معمولا پرخاشگرانه است با شما، پرخاشگرانه برخورد کردن، چرا؟ چون ترس دارن از اینکه وارد جایی بشن که اونجا رو نمیتونن ببینن، اونجا هنوز یعنی وارد قلمرو از پیش تعریف شده شما نیست، ببینید قلمروها رو معین کردند، از قلمها معین شده و در اون جایی که تعیین شده روشنایی یافته، وقتی اون جایی که روشنایی نیست کسی دعوت بشه به حضور از اونجا عصبانی میشه، میگه آدم عاقل، آدم عاقل برای چی باید بره اونجا؟ خب پس خب چی باید بره؟ ببینید که فقط یه پرانتز اینجا هست که از اصل مهمتره، اون پرانتز اینه، معمولا من همه جا سعی کنم یادم بمونه سعی کنم یادآوری کنم، ببینید اگر کسی وضع بحرانی و انحطاطی امروز دنیا رو متوجه نباشه، فلسفه رادیکال و بحث‌های رادیکال و پرسش‌های رادیکال فلسفی اصلا به دردش نمیخوره. ما باید ابتدا متوجه باشیم داریم در چه وضعی زندگی، ما در وضع مثلا ببینید ما در وضع زندگی می‌کنیم، مطالعه آمریکا خیلی خوبه که کشوری که علل قاعده باید خب بزرگترین قدرت دنیاست، بهترین های دنیا اونجا هستن با هر معیاری که حساب بکنید، خب آمریکا بزرگترین قدرت دنیاست و این بزرگترین قدرت دنیا و این جایی که منبع همه دنیا شده امروز داره تبدیل میشه به دلقک، تبدیل داره میشه به یک چیزی که داره همه اون چیزهایی رو که پرچمدارش و علمدارش خودش داره نقض میکنه و ابایی هم نداره از نقض اون. ما باید اینها رو مطالعه کنیم، ما باید اینا که ما ابتدا بفهمیم در چه وضعی داریم زندگی میکنیم، کم کم پخته بشیم این پرسش برام به وجود بیاد که چرا وضع اینجوریه، بعد تازه بریم سراغ اون قسمت تاریک، ولی اصلا هم آدم عاقل نباید بره سراغ تاریک، آدم عاقل میره مهندس میشه، میره استراتژیست میشه، میره سیاستمدار میشه، شما به هر حال نوعی تصرف در وجه وجوه روشن اتاق دارید انجام میدید، ما باید ابتدا دچار خرابی های موجود بشیم، متوجه بشیم همین داعش رو متوجه بشیم چیه، اینا رو متوجه بشیم در ببینید ما کجا داریم زندگی میکنیم، ما ایرانی ها خودمون اصلا دست خیلی بحثو نبریم جای دور،
ما داریم جای زندگیمون از همه طرف داره جنگ صورت میگیره، از همه طرف. خب مثلا اون انسان سوری خیلی آدم سوری خیلی آدم نادانی بود، نه خیلی آدم تحصیل کرده شون و هنرمند شون بود، ورزشکار، مردم شادترین مردم خاورمیانه بودن و زیباترین مشوف کشور خاورمیانه هم داشتن. شب خوابیدن صبح بیدار شدن یه دفعه همه چیز عوض شد. خب ما باید بدونیم در چنین انبار بنزینی داریم زندگی میکنیم که هر لحظه با یک فندک میتونه منفجر بشه. منفجر خواهد شد یا نشدش در مقام فیلسوف شاید مسئله ثانوی ما باشه، به ما ربطی نداشته باشه. مسئله اولیه سیاستمدار و جامعه شناس و اینها شاید باشه. ما فعلا ما باید این رو متوجه بشیم، بریم سراغ این که چرا به این وضع رسیدیم، چرا امروز در این نقطه قرار گرفتیم. همون مثال های مشروط که دیگه زدن دیگه، ما مثلا مشروطه رو ما با میگن با ژاپن شروع کردیم. خب ژاپن یک جنگی رو ویرانگری رو گذرون، ما هم جنگ ها و مصائب زیادی داشتیم در این 200 ساله، اما ویرانی به اندازه ژاپن نداشتیم. خب ژاپن حالا در ظاهر به نظر میرسه بالاخره به یه نقطه اطمینان رسیده، به لحاظ ظاهری لااقل کشوری است که خیلی آرزوش رو دارن. ما چرا در این تشتت همچنان هستیم؟ اینها نه اینکه ببینید اینا جوابهای دم دستی بیشمار داره. بله منم هستم، من تو شبکه‌های اجتماعی فعالم، میدونم که از هر کدومتون و دوستانتون بپرسیم 100 تا جواب آماده دارید که روی میز ما بگذارید. خب من میگم که وقتی با این موازه روبرو میشید، بریم مطالعه کنیم، بریم یه خورده فکر کنیم روی پاسخ‌ها و سعی کنیم تعلقات ایدئولوژیک و روزمره خودمون رو یه مقدار تو پرانتز بگذاریم تا راه باز بشه برای اون پرسش‌های بنیادی. برحال اگه واقعا این برداشت از صحبت من کردین یه سوء تفاهمی بود و شاید من بد بیان کردم، من نگفتم آینده رو در مورد آینده حرف نزنیم. من میگم اتفاقا در مورد آینده جوری صحبت نکنیم انگار داریم در مورد خودکار صحبت میکنیم. آینده کجاست؟ آینده یک ابژه عینی نیست که ما بیایم نگاهش کنیم در مورد صحبت کنیم. آینده مش نمیدونم نرم افزاری نداریم اینجا یه سری عدد بذاریم توش، جمعیت ایران نمیدونم وضعیت فلان و واحد پول فلان بزنیم کلیک کنیم مثلا اینتر بزنیم بعد آینده رو نشون بده، همچین آینده وجود نداره. گفتم چیزی هست، آینده رو ما به کجا باید نظر کنیم؟ وقتی میبینیم باید به گذشته نگاه کنیم تا آینده رو ببینیم. من فقط نگام کاملا معطوف به آینده است، اما این آینده ای آینده وهم‌آلود پیشرو نیست، بلکه آینده پشت سر، یعنی مسائلی که پشت سر مانده، حل نشده، هضم نشده، نه فقط در ساعت فلسفه، در سیاست، در اجتماع، در اقتصاد، در تمدن بشری. مسئله‌ای که حل نشه به مثابه هیولا ظاهر میشه، این قاعده تاریخ بشر. اما در مورد نکته‌ای که شما سوال کردید، آقای دکتر اشاره کردم، من خوب هایدگری نیستم، خیلی هم دغدغه ندارم هایدگر واقعا چی میگه، مثلا هایدگر خودش هم نمیدونه واقعا چی میگه. این هایدگر متقدم تا متأخر رو من میگم البته، یعنی هایدگر متقدم دنبال مقدمه هست و زمان، ببینید دنبال خب اونا بیان من بهشون میگم هگل چی میگه، اونا بیان من بهشون میگم هگل چی میگه. ببینید هایدگر در هستی و زمان و در هایدگر متقدم به طور کلی دنبال اینه که آقا بنیادی ترین چیز چیه، مشکل اونجاست، مشکل در بنیاد هاست، منطقی و فلسفی فیلسوفه دیگه، هی میره عقب‌تر میره عقب‌تر میگه آقا بنیاد خود هستیه. بله خود هستیه که ما اصلا تاله در موردش نپرسیم، هر وقت گفتیم هستی چیست انگار گفتیم خودکار چیست، این یعنی موجود، ما هیچ وقت به هستنده، ما هیچ وقت وجود یا هستی نرسیدیم، همیشه موجودات اینا. پس باید ببینیم چجوری در مورد هستی سوال کنیم. این کل پروژه هستی زمان، یعنی نه جوابا، فقط واشکافی انضمامی پرسش هستی در کنار تحلیل مفهوم زمان، چون هایدگر میفهمه هستی تاریخمنده و تجلی تاریخی، اما هایدگر متأخر اصلا این کار دیگه نمیکنه. هایدگر متأخر دیگه رفته به سمت هم نقد تکنولوژی از طرف خیلی انضمامی تر شده، رفته سراغ یه مواجهه حقیقت با شاعری و اون بحثاش در مورد هولدرلین و اینا. این که شما یه هایدگر انقلابی میگم، هایدگر اگه بخوایم یه پیوستار ببینیم توش خیلی نوسان ها میبینیم که دغدغه من نیست. اما این چیز بسیار مهم در مورد مرگ فلسفه، این دو نکته من میگم بعد تموم میکنم دیگه، باتری ما هم داره تموم میشه. عرض بودم یکی نکته در مورد که فلسفه رو به نظر من، یعنی من موزه خودم بیان کنم، به نظر من فلسفه چیزی جدای از سایر علوم نیست. فلسفه باید حتی علم تجربی رو، حتی دین رو، چیزای دیگر در درون خودش جا بده. یعنی اگر مسئله ما حقیقته، این حقیقت جدای از اون حقیقت نیست. این مشکل ما به ویژه بعد از جهان مدرن این است که ما علوم رو جدا کردیم. یعنی وقتی که
روانشناس در مورد من انسان صحبت میکنه و وقتی که پزشک در مورد من انسان صحبت میکنه انگار در مورد دو تا موجود جدا صحبت میکنه، در که ما یه موجودیم. وقتی فیزیکدان در مورد جهان صحبت میکنه و من فیلسوف در مورد جهان صحبت میکنم و جغرافیدان در مورد جهان صحبت میکنه، انگار در مورد چند تا چیز جداگانه، چون عینکاشون متفاوته. ما باید بدونیم یک حقیقتی از پشت تمام این کسرات که اون حقیقت پشت تمام این کسرات که میتونه ما رو راهنمون کنه به یه وحدتی پشت، و فلسفه به دنبال وحدت، علم دنبال وحدت لوگوس، یعنی وحدت. کسرت که دنبال کسرت نیستن، کسرت به علم ما رو معطوف نمی‌کنه به علم. پس به همین دلیل فلسفه باید جامع اینا باشه. هگل همین بحث رو مطرح کرده و نمونه‌هاش هم امروز داریم می‌بینیم. فیلسوفان ما همه حوزه‌ها، من جواب دوستتون هم دادم، فیلسوفان تمام حوزه‌ها سعی کردن که تمام حوزه‌ها رو جمع کنن، امروز در مورد هر حوزه‌ای نظر بدن یا ایده‌های همین حوزه‌ها رو رفع کنن به سمت یک انسجام، یعنی کاری که در واقع متفکرین دیگه کردن. الان حالا خیلی فرصتش نیست در مورد صحبت کنم. این ایده‌ای که اسپینوزا داشته، هگل داشته، کانت داشته، فیلسوفان دیگه این وحدت بخشی رو تلاش می‌کنن انجام بدن. اما در مورد اینکه فلسفه مردنی است یا به چه معنا مردنی است یا نیست، ببینید به نظر من چیزی که مردنیه میمیره، چیزی که پایان پذیره پایان داره، چیزی که مردنی نیست نمیمیره. این دیگه خیلی روشنه. اگه فلسفه رو یه جوری ببینیم که مردنی باشه میمیره، اگه فلسفه رو یه جوری ببینیم که به مثابه رسیدن به یک پاسخ قطعیه، خب یه روزی میرسیم به پاسخ قطعی، میمیره یا نمیرسیم. اما اگه فلسفه رو به مثابه گذار دیالکتیکی تضاد درونی یک وضعیتی علیه خودش ببینیم که داره به پیش میره، همون لوگوتیزه کردن یا عقلانی سازی اون متوس یا اسطوره، ببینیم این فرآیند شدنی تا وقتی که حداقل دست کم نژاد بشر، نسل بشر منقرض نشده، این مسیر ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره. چون مردنی نیست، چون این ماهی مثل دیالکتیک، شما میگید مرگ دیالکتیک، اصلا مرگ دیالکتیک چیز بی‌معنی، چون دیالکتیک ذاتاً دنبال اینه که بمیره. جمله هگل پیدایش‌شناسی روح، حیات روح حیاتی نیست که خود را از مرگ پس کشد و از دسترس ویرانی مسون نگاه دارد، بلکه خود را در آن تاب می‌آورد و فلان و فلان. دنبال مرگ دیالکتیک، دنبالی که آنتیتزش کیه، دنبالی کی داره لهش میکنه، میره همون رو درونی میکنه، سنتز رو بزنید، واسه این نمیمیره، این معلومه، هیچ وقت نمیتونه بمیره. هگل هم بمیره، دیالکتیک نمیمیره. به همین دلیل به این معنای ما فلسفه نگاه کنیم، اصلا چیزی به اسم پایان فلسفه مسئله ما است، میشه بهش اندیشید، اما در واقع مورد انتقاد همونجوری که خدمتتون عرض کردم. بسیار خوب. امیدوارم نبودم که اینجا نبودم، اینا رو پاشم تهران بیام. معلومه امیدوارم. بله، گروه فلسفه بفهمم. من هم در واقع مسئله امروز را خواهید از فیلسوفان در آن مطرح کنم. اگر مسئله امروز از جیجک بپرسیم که آیا فلسفه پایان پیدا کرده، جیجک پاسخش اینه، میگه هر مورد ضد فلسفی دقیقا جاییست که ما میتونیم یک فلسفه جدیدی طرح بکنیم. میگه بنابراین شما اگر میخواد یک فلسفه جدیدی طرح بکنید، بگردید ببینید کجا یک موضع ضد فلسفی شکل گرفته. و خود ژیژک به همین خاطر میره سراغ لکان. لکان یک ضد فلسفه ایست که در واقع ما برای طرح فلسفه جدید در واقع بهش نیاز داریم. اتفاقا نمونه‌های تاریخی که ادبیون مطرح فرمودن در واقع مواضع ضد فلسفی بود که منجر به یک واکنش فلسفی شد. سوفسطائیان، نمیدونم هیوم و امثال ما. دقیقا به همین خاطره که ژیژک در اون نزاعی که بین هابرماس و ژیژک هست، هابرماس میگه در شبیه سازی انسان ما باید یه جایی شبیه سازی متوقف کنیم، نباید پیش بریم، چون خیلی از مسائل اخلاقی و آزادی انسان اینا زیر سوال میره. اتفاقا ژیژک میگه شما با همین موضع ضد فلسفی و شبیه سازی به وجود میاد، تلاش کنید خود اتفاقا انسان رو دوباره فهم کنید. این انسان چیه که عاقبتش این است که با رشد در واقع علوم شناختی و شبیه سازی که انسان آزادیش زیر سوال، این آزادی چه بود که امروز مجبوریم در پوششون تجدید نظر بکنیم. به همین خاطر یعنی از این منظر هر موضع ضد فلسفی و هر موضع اعلام میکنه پایان فلسفه است، شاید بهترین نقطه برای شروع فلسفه باشه. سلام نهایت بچه‌ها، حالا به هر حال من نیچه را من هگلی میخونم واقعا، این نیچه را به اون روی دیگه است میشه نشون داد اون مبانی آورد از اراده معطوف به قدرت اینا که از اون در واقع خب دیگه الحمدلله آقا صلوات پس بفرستیم. بسیار جز نه، من کاملا درک میکنم این نکته. حتی موزه نیچه را من خب برای نیچه را چند بار درس دادم، چند ترم تدریس کردم، میدونم نیچه چون دقیقاً روی چه نکته‌ای دست می‌زنه.
ولی به هر حال شما احتمالاً وقتی میفهمید من میگم وقتی نیچه رو میشه هگلی خوند به چه معنا نیچه رو آورد، اینم به چه معنا، این البته مبانی دیگه هم. ولی خب بس برسن که اصلا چیز آگاهانه ای نیست. بله. نه این باید به مفاهیم خود مفهوم دیالکتیک رو کم باز کنیم ببینیم به چه معنا نیچه. خب امروز این بحث کم کتابی که اخیراً شما ملاحظه کردین حتما، شناخت هگلگرایی که از رابرت سینبرینک که از دوستان ما ترجمه که من ویرایش کردم، نه تنها نیچه، لوکاچ، هایدگر، سارت، مرلو پونتی، بلکه دولوز و دیریدار هم جزو هگلیانیسم میدونه. به چه معنا؟ به این معنا که دولوز شدیدترین حمله رو به هگلیانیسم کرده، به همین دلیل آنتیتز هگل، پس شد دیالکتیک هگل. به این معنا اینکه از این دیالکتیک آیا فراری هست یه بحثه، اینکه آیا این دیالکتیک میتونه ما رو به راهی ببره به سمت حقیقت ببره یه بحث دیگه است، اینا باید بشه در مورد صحبت کرد. مثلا بله بله اونا هم میشه تو هگل، اما پوست و هسته داریم همونجور که در هر چیز دیگه داریم. بله بسیار خیلی ممنون، خسته نباشید.